بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر شادتر داشته باشیم. دوشنبه هست، 23 بهمن ماه 1396 برابر با 12 فوریه 2018. 22 بهمن هم آمد و رفت، 39 سال از انقلاب گذشت و هنوز من و شما اندر خم یک تظاهرات، یک گرد همایی، یک حزب، یک جنبش، یک جبهه داریم دست و پا میزنیم. خوشحالم که دوستان از طریق فیسبوک با ما هستن. اگر اونها لطف کنن و اجازه بدین دوستان عزیز من این دوتا رو عوض کنم، درست کنم، هنوز به اسم آقای شادانلو هست. آقای شادانلو امروز ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی یک ساعت دیگه، یعنی 58 دقیقه دیگه با ما هستند و خیلی از شما دوستان ایراد گرفتید، گفتید که ببین آقای شادانلو گفت که مردم اینجوری اونجوری، مثلا آقای افشین عبداللهی همشهری عزیز یک ویدیو فرستاده که اونو بهتون نشون میدم، گفت ببین آقای سوربی من به شما گفتم که اینها با هلیکوپتر از اون بالا فیلم میگیرن و حالا شما دیگه بیا بگو این یکی داره میگه مرگ بر خمینی، این یکی داره میگه مرگ بر آمریکا. اون اصلا کاری به صدای اینا نداره، از اون بالا فیلم میگیره. در اصل اونها هم آزاد هستن نظراتشونو بدن. اجازه بدین همین اول برنامه تشکر کنم از آقای مکس قلمی و دیگر همشهری ها و هموطنامون، و ایشون به دیگران گفته بود خب حالا که میتونید بیان اینجا صحبت کنید اقلا کمک کنید. گفتم آقا از خودت شروع کن. گفت باشه باشه من کمک میکنم. گفتم نه بابا شوخی کردم، هر چی میخوای به تلویزیون مردم کمک کنی، این شب عیدی در هر کشوری که هستی کمک کن به دوستان ایرانی که احیانا اونجا احتیاج دارن. در صورت ممنون و متشکرم از یکایی که شما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای جهانگیر شادانلو هستیم تا درباره چند موضوع دیگه صحبت کنن و ایشون میخواد استناد کنه به یک ویدیویی از یک تلویزیون دیگه. گفتم آقا این بدبخت خدازده مفلوک از فلوریدا آمد اینجا، از اینجا رفت آریزونا، از آریزونا رفت کالیفرنیا، حالا هم داره گریه میکنه که من میخوام ببندم برم. و این متوجه نیست کاری به فلوریدا و واشنگتن و آریزونا و کالیفرنیا نداره. تو آدم معتادی هستی، کلاش هستی، مردم بعد یه مدت میشناسن دیگه بهت به اصطلاح اعتماد ندارن و اینجوری ورشکسته میشی. امروز اینجا باز هوا سرده و من این شومینه، کلمه شومینه کجاییه؟ فرانسویه. اینجا که میگن فایر پلیس یعنی جای آتش، توی فارسی میگفتیم شومینه، کلمه فارسیش اجاق باد باشه نه؟ ولی اجاق تبدیل شد به اون چیزی که روش چی میپزیم، چی بگیم به فارسی، و این کلمه شومینه از کجا آمده. دیدم این عکس قشنگه و آتش رو نشون داد. البته همون موقع یادم افتاد به این اپوزیسیون که میخوان ادای شومینه رو در بیارن ولی مثل این عکس ما هیچ گرمی نداره و خیلی جالبه. عکسایی برام فرستادن، یکیش مادر خانم مسیح علی نژاد روشون میده در تظاهرات، یکیش پدر آقای روح الله زمان نشون میده در تظاهرات و نمیدونم اصلا اینا واقعا پدر ایشونه مادر ایشونه، ما دی ان ای نداریم، عکس هم نداریم که امتحان کنیم خود اینها باید بگم. ولی جالب اینه گویا آقای روح الله زم گفته که در ایران به اصطلاح خبری نبوده و این فیلم هایی رو هم که دادن به این به اصطلاح تلویزیون ها و اینها، اینا بریده فیلم های سال های قبل. بعد یه نفر عکس یه عکسی رو گذاشته اینجا که من آقای زم پدرش رو نمیشناسم ولی به نظر میرسه که این عکس پدر ایشون باشه چون از لحاظ شباهت شبیه هست. حالا آقای زم اگه این برنامه رو دید
بعد لطف کنه به ما بگه هست یا نیست. این رو هم آقای به نام بهروز عزیزی به اصطلاح نوشته و گذاشته، ولی دوستان دیگری برای من فرستادن و نوشتن که آقای سوربی از آقای زم سوال کن این عکس هم مال سالهای قبله یا از باباش بپرسه. نوشته روح الله زم میگه تصاویر راهپیمایی 22 بهمن آرشیوه، مال بایگانیه، چشاتو باز کن پدر و مادرت رو ببین عزیزم. بعد این هشتگ من واقعا هنوز نفهمیدم این ماجرای هشتگ و خشتگ چیه. هی هشتگ روح الله زم، هشتگ راهپیمایی 22 بهمن، هشتگ پسر نو. یه مدت دیگه میخوایم با هم صحبت کنیم، همش میگیم هشتگ سلام، هشمک من دارم میرم، پشمک دارم میام، هشتگ. عجب روزگاری شده. حضور حجت الاسلام زم در راهپیمایی 22 بهمن. خب امروز میبینم که فیسبوک یه عده‌ای رو به رنگ سبز نشون میده، نکنه جنبش سبز دوباره راه افتاده و ما اینجا بیخبر بودیم، خواب بودیم. اجازه بدید که عکسی هم که از مادر مسیح علی نژاد برای من فرستادن نشون بدم. من نه مادر ایشون رو قبلا دیده بودم نه الان، ولی دو تا عکس گذاشتن، گفتن که این مال مادر مسیح علی نژاد هست. این یکی عکس قبلیش هست، اجازه بدین به این صورت بهتون نشون بدم. بله، حالا این خانم رو با این یکی مقایسه کنید ببینید اون هست یا نه. ما اینجا الان کارمون شده نمیدونم مثلا اون عکس رو به اصطلاح ویدیوه اینجا نوشتم مادر مسیح نژاد در تظاهرات، اتفاقا ویدیوش رو هم آقای افشین عبداللهی فرستاده. حالا ببینید دو سه تا موضوع پیش میاد. یکی این که افرادی که اینجا هستن و میگن که مثلا چنین و چنان، بعد پدرشون، مادرشون، فامیلشون، همسرشون، خواهرشون تو ایران آزادانه زندگی میکنن و تظاهرات میرن. این آخوندها یا انقدر زرنگن که میخوان بگن آقای دلقک حسینی شما هر چی میخوای اونجا بر علیه ما بگو، ما نمیریم داداشتو بگیریم، ما نمیریم خواهرتو بگیریم که بهونه بیاد دستتو بگیرید. اینا رو هم گرفتن. و همین خانم مسیح علی نژاد، خانم مسیح علی نژاد، حالا این ویدیو هست نوشته این فیلم مادر و خواهر مسیح علی نژاد در راهپیمایی، و این رو آقای مهدی راستین هم فرستادن. بذارید من بهتون اینجا نشون بدم. کپچر، بله، سلکت ایریا، چشم، اینه. حالا اگه کسی اینها رو میشناسه تایید کنه یا تکذیب کنه یا بره دنبال ماجرا پیدا کنه. و اینه مادر خانم معصومه قومی یا مسیح علی نژاد باشه، میگه که عاشق رهبرم هست دیگه، کارش خیلی درسته. خب و اما خبری که بله ایشون میگه که بالاخره اونها داخل ایران هستن و حضورشون در راهپیمایی و استفاده تبلیغاتی ازشون تعجبی نداره. شما کاملا درست میگی. حالا اینا میتونن بگن که اصلا خانواده ماها رو مخصوصا با قل و زنجیر میبرن اونجا یا با تهدید میبرن اونجا. بالاخره اونا هم، اینا هم میکروفون دستشونه، به اصطلاح صفحات اجتماعی دستشونه، اونها هم همینجور. چی شد دوستان؟ دوستانی که قرار بود پیاده برن، بدبخت خدا زده رو دیدم توی یک کپری، توی چادری، گفتم مثلا اینجا وقتی طرف میره کنار دریا یا میره ماهیگیری، بعد 20 دلار که داده این تنت خریده یا چادر خریده دیگه جمعش نمیکنه، چون میدونه با خاک و گل و اینها ای ببره تو خونه نگه داره اونجا کپک میزنه، همینجور نگهش میداره، یا مامورای پارک بیان بریزنش تو سطل آشغال یا یکی دیگه بیاد ازش استفاده کنه. این کامران قادری عقب افتاده
رفته بود یه جایی و یکی از اینا رو دیده بود، بعد میگفت که ببینید اومدن برای من چادر زدن، میدونستن من از این راه میام. یه دو سه ساعت که وایساد، بعد پلیسای ترکیه اومدن، آقا داداش چیکار میکنی اینجا؟ بعد بهش میگفتن پول، میگفت پول نو، پول نو، پاسپورت، پاسپورت. بعد میگفت که حالا دیدم یه جای دیگه رفته، بعد مثل که میگه 29 میام، بعد میگه که حالا من میدونم من برسم ایران منو میگیرن، ولی بعدا میفهمن که من کاره ای نیستم. ولی یه سوال این بدبخت از خودش نمیکنه، شما رفتی ترکیه چند روزم خرسواری کردی، رقصیدی، چند تا از این خانمای هرزه هم باهات بودن، خوش گذروندی، ولی برمیگردی خونه و خانوادت، حتما آزمایش ایدز و اینا بده. و خب چی شد؟ چرا یکی از اینا همراهت نیست؟ حتی تو این ویدیو میگه که خیلی خوبه این چادره چهار نفره است. خب این چادره که چهار نفره، سه نفر دیگر رو پیدا میکردی که باهات بیان اینجا. بعد میگه رفتم پولارمو 500 دلار برام فرستادن، رفتم دلار بگیرم، گفتن ما دلار نمیدیم، لیر بهت میدیم. حالا من لیر میبرم تو ایران، بالاخره لیرم قبول میکنن. اصلا آدم نگاه میکنه، ببخشیدا، یه کمی از خودش متنفر میشه که چرا یه موجودی اینقدر نافهم، اینقدر کم فهم باشه که اینجوری خودشو برده. و من فکر میکردم تو این سرما و برف الان ترکیه داری این فیلم رو نشون میدی، یه دفعه 4 تا گرگ. یک آقایی بود تو شیراز، خانواده بسیار معروفی بودن، اگه اشتباه نکنم دکتر جلیل عمادی، اسم جلیل رو یادمه چون پدر منم اسمش جلیل. بعد دکتر عمادی هم که عمادی ها تو شیراز معروف بودن. این بیچاره توی به اصطلاح کولیکوش، توی گردنه کولیکوش، یا بین آباده و شیراز بود یا بین شهرزاد و آباده، یا اون ورش بود یا این ورش بود. در صورت ماشین فولکسی داشته یا ماشینی داشته، خراب میشه، خاموش میشه، این بنده خدا از ماشین میاد پایین، گویا میدونید گرگ ها به صورت گله، اینجا هم بهشون میگن وولف گنگ، گنگ همون گله نیست، گنگ یعنی چی بگم، گروه. در صورت یک گرگ، یک گله گرگ میان و اینو جلو خانوادش تکه پاره میکنن. حالا خودتون بزنید جای اون خانواده چیکار میکنه، نشسته پشت شیشه داره میبینه باباشو یا همسرشو دارن تیک تیک میکنن، بدبخت گریه و زاریو بمانه. حالا شما تصور کنید من نشستم اینجا دارم این فیلم آقا رهبر آزادی بخش ایران رو نگاه میکنم، توی چادر دوزاری نشسته، بعدم میگه دیروز بارون اومد خیلی گلی و نمیدونم خیس و فلانم، یه دفعه 4 تا گرگ بیان اینو بخورن، گرگان که بلد نیستن اینو خاموش کنن. همینجوری من و شما نشسته باشیم، خوابیدم خودشم خوابیده داره، کارمون خیلی خراب. و اما افشین عبداللهی ویدیویی از ایران فرستاده، این رو من بهتون نشون بدم، اجازه بدین که بریم سراغ آقای عبداللهی، ازش تشکر میکنم. میگه که سوربی، به این دلیل بود که من ویدیوی قبلی رو درست کردم و گفتم مردم روز 22 بهمن تو خیابون نرین، اشتباهه. بله بذارید این، آره این نشون دادم، خیلی ممنون. آقای عبداللهی هم عکس مسیح و مادرش رو گذاشته و هم به اصطلاح اون ویدیو رو که نشون میده مادر و خواهر ایشون عاشق امامن و دارن راهپیمایی میکنن. ولی ویدیویی که جالب تر هست اینه، اخبار نیمروزی ساعت 14 شبکه 1 تلویزیونی دولتی ایران دوشنبه، همین امروز 23 بهمن ماه 1396 IRIB1. اجازه بدین اینو من بازش کنم اینجا و نشون میده جمعیت توی خیابون ها چگونه دارن میرن و هلیکوپترم از اون بالا و این آقا هم با شور و هیجان از کشور خورشید و اینها گزارش میده. این گزارشگرای ما هم انقدر اغراق میکنن و انقدر به اصطلاح اگزاجوریت میکنن که آدم دیگه نمیدونه چه کار کنه. با هم ببینیم چند لحظه ای، چند دقیقه ای از این رو. ورود انقلاب اسلامی به 40 سالگی، پیام رهبر انقلاب سوس احبش رحمت الهی
و سلطن پیام رفت نظر محاسبگران دقیق دوستان اینو من هم میبرم جلو عملا نظیر را بدانم دنبال اونجا میگردم که این آقای از توی هلیکوپتر روز مردم بود دیروز واقعا روز حماسه روز انقلاب اسلامی روز آزادی دیروز روز ایران ما همه برای ایران اینجاییم برای اینکه بدونیم اتحاد داریم برای اینکه بدونیم از مملکتمون باید دفاع کنیم نشان دادیم بعد 40 سال او اتحاد و همبستگی خب وقتی این میگه 40 سال دیگه آقای زم نمیتونه بگه اینا مال قدیمه اولا هنوز 40 سال نشده ولی ما ایرانی ها که میدونید هنوز دنیا نیومدیم میگن داره میره توی استادگی اینجا میذارن بنده خدا 9 ماه زندگی کرده دنیا اومده 1 سال تمومم زندگی کنه بعد براش یه دونه شمع روشن میکنن میگن آقا گلی یا خانم شده 1 سالش ما ایرانی ها از همون اول میخواییم طرف رو پیر کنیم و پدرش رو در بیاریم یک سالش که تموم شد میگیم داره میره تو 2 سالگی و اما آقای مجید خان میگه باید با رئیس دفترش استاد ترابی مصاحبه کنید چشم بعد میگه که کولیکوش بین دهبید و آباده جاده شیراز اصفهان بود نمیدونم الان درستش کردن یا نه ولی اون موقع ها یه جوری بود که اگه برف میمد شما باید یا اون پایین وای میسادی یا این بالا چون نمیشد بری میافتادی از این بر به کوه میخوردی و اینا و بعد درست شد بالاخره دیگه من حالا نمیدونم شنیدم جاده ها خوبه آقای زم دوست عزیز شما آمدی تلگرام رو زدی آمد نیوز رو زدی کلی همین آمد نیوز هی گفتید من صاحبش نیستم هستم این مدیرش هست نیست این پول از این میگیره نمیگیره اون از اونجا میگیره از اون نمیگیره دل خوش شدید به این همه که شما رو دنبال میکنم 22 بهمن گذشت ولی 23 24 25 26 27 28 29 همینجور داریم یه روزی رو شما و آقای بیژن فرهودی و دوستانتون معین کنید مردم بیان تو خیابون اگه همه بیان تو خیابون هیچ کاری هم نکنن هیچ شعاری هم ندن شما خودت هم میدونی که این یه بازی مردم رو مشغول کردی حالا یه پولی هم میدی با آقای بیژن فرهودی بنده خدا و اونم این شغلشه و اما راجع به این شغلشه من یه سوالی یه دوستی از من دیروز یا دیشب پرسیده و من بهش گفتم که فردا جواب میدم اولا این سعید جاسوس دو جانبه هست هم میره روی صفحه مردم تیوی هم میاد رو صفحه شخصی خودم ولی ازش تشکر میکنم به این وسیله دوتاشو کنترل میکنه و به من خبر میده مرسی میگه شما هم اگر دنبال رئیس دفتر هستی اسم من رو بذار توی لیست سعید میخواد بشه رئیس دفتر ما قربونت برم اول من باید یه دفتری داشته باشم که شما بشی رئیس دفترش این حزب اتحاد رو ببین میگه دبیر کل حزب اتحاد فلان آقای آریاس به باوند بعد اون دوستون آقای رضا زرابی میگه ارشد مشاور ارشد حزب اتحاد یه لیوان عرق میذاره رو میز میشینه عرق میخوره والا بلا عرق تو ایران بیشتر از من و تو میخورن و این کاری که شما میکنی چیه؟ میخوای بگی قیچ قیچ قصه شما عرق نمیخوری من میخورم شما داری به خودت ضرر میزنی جوانی که برادرش 2 سال پیش خودکشی کرده اینقدر نباید هارد لیکر مشروبای به اصطلاح الکل بالا بخوره چون افسرده میشی یه شب میبینی زندگی بی فایده است مثل صادق هدایت من عینک که میزنه و قیافش اینا مثل صادق هدایت یه سیبیل هیتلری اگه بذاری میشی صادق هدایت در صورت من به عنوان یک کسی که برادرش رو از دست داده و درد رضا زرابی رو میدونم و باهاش هم دردم بهش گفتم عزیز برادر مشروب کمتر بخور مشروب آدمای افسرده رو افسرده تر میکنه
این بمانه. گفتم راجع به شغل و اینها یه دوستی از من پرسید آقا من اگر پیام بذارم این پیام ها به اصطلاح مزاحم شماست؟ گفتم بذارید من فردا عمومی جواب بدم. ببینید یه نفر میاد پیام میذاره مثل آقای پتیک، یه کتابی رو که من براش فرستادم و ایشون 80 تا 90 تا کتاب فرستاده، کتاب درست حسابی، ما یه کتاب مجازی رو اینترنت براش فرستادم، میاد این کتاب رو میخونه، حاصل خوندنش رو میگه هر جا رسیدم به یک جای مهم و دیدم این موضوع با شرایط مملکت ما چه در دوره شاه چه در دوره شیخ مطابقت میکنه من برای شما اینو میگم. اینو میگه، خب من خوشحال میشم وقتی هم که پیام اونو میذارم، پیام اون پخش میشه، من یه جرعه آب مینوشم. ولی حالا شما یا دوستان دیگه یه ویدیویی نگاه میکنید از آقای احمدعلی مسعود انصاری یا از آقای شادانلو، هر دو دقیقه‌ای که این میره جلو شما زنگ میزنید 3 دقیقه راجع به اون 2 دقیقه صحبت میکنید، بعدم تازه بعد آخر همه اینها به من میگید اینها رو پخش نکن. خب 10 تا 3 دقیقه 30 دقیقه پیام گذاشتید و من اینجا نشستم گوش دادم، چون اولش نگفتید اینا رو پخش نکن پیام رو گوش ندادم، گذاشتم که تو برنامه پخش کنم که کمک به حال من باشه، برنامه رو قوام ببخشه دوام ببخشه. ولی خوشحالم که آخریش 11 مثلا نگاه کردم شما گفتی که ضمناً من همه این پیام ها رو برای خود شما گذاشتم. انصاف داشته باشه. من مادرم خیلی دوست دارم، هنوز زنده است بنده خدا، امیدوارم عمرشم سالهای سال باشه. سعی میکنم هر روز بهش زنگ بزنم، روزی که سرده بهش میگم مادر اگه چیزی میخوای، بهش میگم مامان، نمیگم مادر، میگم مامان اگه چیزی میخوای امروز نرو بیرون ها سرده، چون هنوز خودش میره فروشگاه و میاد، میتونن براش بیمار به اصطلاح پرستار بگیریم، پولش هم دولت بده و اینها، میگه نه به همون چیز، میگه نه من نمیخوام، اولا خودم اینجوری تکون میخورم، حالا بشینم اینجا تلویزیون نگاه کنم بگم خانم یه لیوان آب بیار بده من، یا خودش میره چی میخره میاره. خب گاهی وقتی بنده نمیدونم یه چیزی بخواد بینا میخرم، داداشام اون دوتا ماشاءالله خیلی نون ببر چی ببر، اونا ممنونشون ازش. شما فکرشو بکن، من به دلیل اینکه مادرمو دوست دارم هر یه ساعتی از اینجا که دارم میرم زنگ بزنم، هی بگم مامان حالت خوبه، دوباره یه ساعت دیگه بهش بگم مامان حالت خوبه، دوباره بهش بگم مامان من اومدم اینجا تصادف شده، مامان من اومدم اونجا پلیس رفته نمیدونم یه مدرسه ای رو بسته، اصلا این مادر من زنگ میزنه به یه دکتری میگه فکر کنم این پسر من دیوونه شده، یه کسی به دادش برسه. اینه که ما یه چیزی داریم در فارسی بهش میگن در حد معقول، یعنی در حدی که عقل شما بهتون میگه بابا اینی که 20,000 تا دوست داره اگر اون 19,999 نفرم بخوان مثل من هی زنگ بزنن، خب این که دیوونه میشه بدبخت. دوست عزیز برای شما نوشتم، منظورم شما تنها نیستی، من برای شما مخصوصا امروز بعد از برنامه 3 تا پیام رو میفرستم، 2 تاش 3 دقیقه‌ای 2 تاش نمیدونم 40 ثانیه‌ای، اینا طرف زنگ زده بعد چون پیام گیره گوشی رو میذاره اونجا میره. شانس آوردیم که این تلفن ما سر 3 دقیقه خاموش میکنه، و الا باید من ساعتها گوش میدادم که ببینم حالا یک کسی نیفتاده باشه مرده باشه از ما بخواد کمک بگیره. مثلا در حد معقول آمریکایی‌ها فکر کنم میگن مودریشن، یعنی شما میگی که من مثلا گوشت زیاد بخورم یا وجتبل زیاد بخورم، اینها میگن همه چیز در حد مودریشن خوبه، همون حد معقول خودمون میشه. حالا چرا مصادف یا مترادف این معقول رو من مودریشن به نظرم رسیده، این محدودیت زبان من رو نشون میده. من نه زبان فارسیم خوبه، نه که من چون مامان بزرگ آمریکا من فارسی بلد نبودم، برای که من رشته فنی خوندم، از کلاس 10 کتاب فارسی ما انقدر شد، بعدم اومدم اینجا همون 2 کلمه فارسی هم که بلد بودم با آلمانی و با انگلیسی قاطی شده، شدم کپکی، شدم کلاقی که راه رفتن خودم رو هم یادم رفته. این که ماما بزرگ منو دوست داره خیلی،
یه روز دعوت کردن از یه کسی بیاد توی برنامه‌ای درباره خیام صحبت کنه. این آقا آمریکایی بود، حالا میخواست دو کلمه هم فارسی صحبت کنه. اولی که آمد گفت سلام، ها خوبیم؟ حالا نمیدونست بگه شما بگه ما، میگفت ها خوبیم؟ همه گفتن بله خوبی، سلام، شما چطوری؟ گفت من امروز آمدم تا درباره خیام صحبت کنم. همه گفتن ای بابا عذاب بمونه، خیاط برای خودت. معلوم شد که نه آقا، این خیام ها میگه خیام. اینه عزیز من، حد معقول، مترادف. شما یه موضوعی به نظرت میرسه، بله زنگ بزن، ما هم ازش استفاده میکنیم. اگرم میخواین اون پخش نشه گرم شد، اگرم میخواین اون پخش نشه اولش قبل از سلام، قبل از فلان بگید که این پیام برای خودتونه. اتفاقا آقای بهرامی لطف کرده بود، یه پیامی گذاشته بود درباره همین تعمیر حمام و اینها و گفته بود که اصلا اینجوری نیست، اونجوری هست و اینها، اصلا این لوله‌ای که شما نشون دادی اشتباه گذاشتن اینها و ممنونم ازش. از یه طرفم گفته بود که تلفن دستیش رو آیسیس زده خراب کرده. حالا اینا چون تو نیویورکن احتمالاً یه چیزایی هم اتفاق میفته. بابک هروی، بابک تا دیشب من ویدیوی شما رو نشون دادم، بعد دیگه دیشب گفتم حالا هر کی می‌خواسته بره، به حرف دوستان رفته بیرون، هر کی می‌خواسته نره، به حرف بابک و افشین عبداللهی نرفته بیرون، دیگه بس. تا دیشب ویدیوی شما رو نشون دادم، دلیلش هم این بود که به نظر من میومد حرفی که شما میزنید درست. دوستان یادتون باشه وقتی یه نفر یه حرفی میزنه اگه به نظر ما اومد درسته نگیم این وطن پرسته، و اگه به نظرمون اومد درست نیست نگیم این وطن فروش مزدور چنینه چنانه. آقا این نظرش یه چیزی گفته، من باهاش موافقم، برای اون که باهاش موافقم میام مجانی ویدیوشو پخش میکنم. شما هم همین کارو بکنید، با اونی که موافقید برید در راهش قدم بردارید، برید دنبالش ببینید میخواد چه کار کنه. یکی از ایرادایی که من گرفتم، راستی قرار بود آقای افشین عبداللهی، یعنی قرار، من اینم مثل ماجرای آقای که عاشق دختر شاه شده بود، نه این ستار شازده خانم خوش آمدی، نه، گفت که به دوستش میخوام برم خواستگاری دختر شاه. گفت آخه مرد حسابی، دختر شاه رو به تو میدن، نه شغل داری، نه خونه داری، نه مقام داری. گفت شما خیلی هم ناامید نباش، 50% درست شده. حالا این که من میگم قرار شده، این آقای افشین عبداللهی هم خیلی ماشاءالله تیزبینه، مخصوصا خانمش هم خب دیگه کمکش میکنه، 2 مغز و 4 چشم و 4 گوش و اونم جوان، خیلی بهتر از 2 گوش و 2 مغز پیر هست. بعد یقه منو میگیره میگه آقا ما کی قرار گذاشتیم؟ من ایشون برام نوشته بود که آقای سوربی شما اینجوری که گفتی حالا دوستان فکر میکنن که من دنبال رو و طرفدار آقای رضا پهلوی هستم. گفتم آقا شما دوستان رو چرا میگی؟ خود من فکر میکنم و فکر میکردم، چند تا دلیل داره. اینجا میگن اگر مثل مرغابی را رفت، اگه مثل مرغابی تخم گذاشت، اگه مثل مرغابی صدا داد، این مرغابیه. شما تو تلویزیون ایران آریایی رفتی برنامه گذاشتی، شما نامه نوشتی به دفتر رضا پهلوی ازش کسب تکلیف کردی، شما تو برنامه‌هاتون میگید که مثلا اینایی که طرفدار رضا پهلوی ان از همین آریاش، آریاس به باوند و اون آقای امانیه و اینها، با اینها هم نشین بودی. میگه تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. درسته؟ شما اینجوری هست، تو میتونی شما بگی ژورنالیست هستی، خبرنگار هستی، با همه رفت آمد میکنی، ولی اون فرق میکنه با این. ضمناً اگه من که دوست شما هستم، همشهری شما هستم، فکر میکنم که شما به اصطلاح دنبال رو رضا پهلوی هستید، احتمالاً اینجوری دیگران هم فکر میکنن. اگه نیستی، قرار من این بود، از ایشون خواستم یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای درست کنن، بگن آقا من با ایشون مصاحبه کردم، ایشون رو به عنوان یک امدادگر ایرانی باش مصاحبه کردم، که کسی که در هلال احمر ایران کار میکرده که میگه اصلا هلال احمر بی خوده، یا باید بذاریم شیر و خورشید، صلیب سرخ، ایشون نگفت. هرچ در هر صورت گفتم شما یه 5 دقیقه فیلم پر کن برای من بفرست،
به ما بگو که شما چی هستی، چی هستی، امروز چی دوست داری. شما میتونی حتی بگی من تا دیروز طرفدار رضا پهلوی بودم، امروز عکس آقای آیدین فرش فروش توی فرانکفورت دیدم. یادمه سالها پیش خود بنده وقتی تو آلمان و فرانکفورت بودم با اون دوستمون آقای جواد گلچین میرفتیم، این آقای آیدین 1000 کار غیرقانونی توی فرانکفورت انجام میداد، ولی یه کاری انجام میداد. اینایی که میخواستن بیان پناهنده بشن ایشون میبرد تظاهرات و عکس میگرفت و فلان اینا. خود ما هم همین کارو میکردیم، عکس میگرفتیم فلان اینا که پرونده این درست بشه. شما میتونی بگی آقا من تا دیروز طرفدار این بودم، دیدم هیچ کاری نکرده جدا شد. خود بنده اومدم آمریکا دیدم ای بابا ما چه امیدایی داشتیم این با عمش دعواشه، با آقای احمد علی مسعود انصاری دعواشه و اینها، گفتیم آقا ولمون کسایی به کار نمیخوره، شاهبازی و اینها به کار ورق میخوره. آقای احمد علی مسعود انصاری که از 12 سالگی زیر سقف های کاخ بزرگ شده، با اینها بوده، با لیسانس استاد دانشگاه تهران شده بوده و فلان اینها، یه زمانی میرسه میگه آقای رضا پهلوی من فهمیدم که دیگه شاه و شاهبازی و اینا به درد نمیخوره، میخوام جمهوری خواه باشم. میخوای وایسم یا برم؟ نمیگه میخوام، میگه میخوام برم. میگه آقا جمهوری خواه باش، اینجا باش، خود منم خیلی شاه اللهی نیستم، دارم به مردم دور. اون این دیگه نمیگه رضا پهلوی من دور اون. آقای بابک عربی میگه که کاکا جان این ملاها به فرزندان خود رحم نکردند و از جنتی گرفته تا گیلانی پسران خود را اعدام کردند. حالا چطور شده که به خانواده معصوم قمی و روح الله زم رحم میکنن؟ بعدش هم درباره کامران قادری نوشته 4 دست و پای این کامران قادری را هم بگیرن به ایران نخواهد رفت. آقا never say never. شما از این قدرت همین دوربینی که من و شما جلوش بودیم و حالا این تلفنی که هر کسی روشن میکنه، چلو کباب داره میخوره، به سلامتی آقا چلو کباب، 4 نفر بهش میگن به به چه چه، خر میشه میره. never say never، یعنی میگم امیدوارم که نره. من اولین کسی بودم که نصیحتش کردم آقا برگرد برو سر خونه و زندگی و این مشنگ بازی ها رو بذار کنار، ولی یه عده بودن حالا یا به خاطر سود خودشون یه درآمدی دارن میخوان یه جا مطرح بشن، آقا منه بکش بالا حرف بزنم، این بکش بالا و بکش پایینم یه فیلمی شده. اون وقتا میگفت توی پلتاک بود، میگه اگه میخوای بیای بالا دستتو نمیدونم این 2 بزن، اگه میخوای صدای منو میشنوی 1 بزن، یه مشکل از چیزا، حالا یه چیزای دیگه جدید راه افتاد. در صورت دوستان نمیدونم کجا به کجاست، نقل کجاست، ولی من ما یه خبر مهم دارم. حمید رضا ذاکری یادتون میاد اومد تو تلویزیون مردم یه جنبشی به نام جنبش شادی راه انداخت، بعد آقای مسعود امینی گفت که آقا این پدر سوخته دروغگوه، این تو اروپا اینجور کلا سر من گذاشته، کلا سر خواننده ها گذاشته. بعد گفتم آقا من که نمیشناسم، این آمده اینجا 30 هفته 1 ساعت برنامه میگیره راجع به جنبش شادی صحبت میکنه، شما بشین صحبت کن. چیزی که از مسعود امینی بعد وقت معتاد و ایناست و نشست به من فوش داد که این سربی حلبیه. خب خاک بر سر، حالا من چه حلبی باشم، چه پولاد باشم، چه سربی باشم، به درد تو چه فرقی میکنه. آقای حمید ذاکری ادعا میکرد، دوستان اینو خوب گوش کنید، ادعا میکرد که یکی از ماموران رتبه بالاست، چون یه عکس داشت با خامنه ای، یه عکس داشت با خاتمی، یه عکس فلان، و ادعا میکرد که این داماد خانواده رفسنجانیه و اون زن رو طلاق داده، حالا یه زنی از شیراز همشهری من گرفته و اینها. و وقتی هم آمد اینجا خب ما هم دیگه بهش اطمینان کردیم و وقتی راجع به زن و همشهری و اینها گفت کردیت بهش دادیم، اینجا رسمه، اینجا شما 3 بار میری یه مغازه‌ای، اگه وقت من رفتم بنزین زدم پول نداشتم، طرف این آقا افغانیه میگه خب من میشناسم شما رو آقا سوربی، برو دفعه دیگه بیا بهت پول بده. البته برنامه گذاشتم روز که از این ایالت میخوام برم بنزین بزنم، بعد بگم کیفم یادم رفته برم دیگه، ما اینجوری کردیت میگیریم. آقای ذاکری و جنبش شادی آمد اینجا بعد 4 جلسه هی گفت که آقا من پول فرستادم به دست شما رسید؟ گفتیم نه آقا. گفت آره این کشتی ما داریم تو شکر بار زدیم،
گفتم آقا کشتی شکر و نمک و روغن و اینا رو ول کن، هر وقت رسید اینجا من به شما خبر میدم. نرسیده، خلاصه نرسید و پول خورد و اینا، معلوم شد اصلا آدم دروغگوییه و این کسی بوده که اومده به آمریکا گفته. و آقای کنت تیمرمن، آقای کنت تیمرمن من چندین بار باهاش مصاحبه کردم، یه آدم تندرویه و یه آدمیه که میگه که به اصطلاح ایشون یهودی مسیحی و افتخار میکنه و به اصطلاح این آقا چندین اسم مختلف داشت، یکیش علیرضا سلیمان پاک. حالا دیروز یه دوستی که این دوستمون کردم هست یک پیامی برای من فرستاد که بفرما آقای سربی این آقا رو گرفتن. ما نگاه کردیم نفهمیدیم که تو گرجستان، نمیدونم این اخبار به زبان روسی بود، یکم فکر میکنی دارن ترکی حرف میزنن، یکم فکر میکنی دارن راشن صحبت میکنن. زبان گرجستان چیه دوستان؟ ما تاجیکستان میدونیم فارسیه ولی گرجستان نمیدونیم. بله، میگه آقای روحانی گفته قانون اساس جمهوری اسلامی در صورت رضایت نداشتن ملت از حکومت میتوان رفراندوم آنجا داد. این عکس در مورد اصلاح طلبان است، برای رفراندوم برگه امضا کردن. عجب فیلمی از این ملت ایران. خب من نمیفهمم، گفته میتونن نظر بدن رفراندوم و اینا هم شروع کردن، ولی حالا 18 نفر چقدر 3 5 تا 15 نفر امضا کردن، 80 میلیونه. و شما تا حالا به من نشون بده یه دولت، یه حکومت دیکتاتور آمده باشه به مردم بگی من میخوام رفراندوم کنم ببینم شما منو میخوان یا نمیخوان. هی میبینم مثلا آقای مجتبی فلانی، آقای فلانی، همین آقای زمم گفته آقا شما اگه ممکنه فکر میکنید مردم دوستتون دارن چرا رفراندوم نمیگیری؟ آقای زم عزیز من، من نمیدونم شما از لحاظ سیاسی چه مکاتبی، چه مدارسی، چه دانشگاهی رفتی. اینجوری نیست که خب چون الان تو آمریکا بیش از نیمی از مردم از ترامپ ناراضی هستن، کسی که به 16 تا زن تجاوز کرده، کسی که زن اولیش میاد بگه بهش تجاوز کرده، کسی که میاد تو دوربین نگاه میکنه از آدمای مردایی که زناشون زدن و فلان اینها دفاع میکنه، مردم آمریکا نمیتونن رفراندوم بگیرن اینو بندازن بیرون. و ما از یه نفر دیگه هم پرسیدیم رفراندوم مثل کدوم کشور؟ شما میگید مثل کدوم کشور؟ بله، آقای فریدون هویدا، داداش اون امیر عباس هویدا، خدا رحمتش کنه، من دو بار با ایشون مصاحبه تلفنی کردم، حالش خیلی بد بود، اصلا به درد همین جا هم خونش همین دور برا بود، به درد ضبط کردن هم نمیخورد و همیشه هم به من گفت هر وقت حالم خوب بشه میام. و چی میکنم که فوت شده این آقای فریدون هویدا، گفت که میدونید که یه کاری بوده تو سازمان ملل و اینها، گفت که شاه اون چند روز آخر دیگه، آخرین مسافرت این به ایران که داشته برمیگشته، بهش گفته برو اونجا به اینا بگو که من میتونم مثل فرانکو، مثل اسپانیا یه همچین کاری بکنم و اینها. این میاد اینجا، سه روز که میگذره شاه بهش زنگ میزنه، میگه گفتی به اینا؟ میگه روم نشد بهش بگم عزیز من دیر شده. البته به نظر من ایشون امانتداری نکرده، باید میرفت میگفت، شاید هم دیر نشده بود. بیان به من نشون بدین کدوم کشوری حکومت دیکتاتوری، مخصوصا اینایی که لباس نظامی میکنن برشون. و اما راجع به لباس نظامی میدونید که در رابطه با دیکتاتورا مثلا میگن که این زورگوه، میگن بله چک مارک، 10 تا شرایط اگه داشته باشه طرف دیکتاتوره. اگه عکس خودشو دوست داشته باشه، اگر جاهایی که مربوط به خودش عکس خودشو بزرگ زده باشه، همه اینا رو چک میکنن. آخرینش اینه که اگه طرف لباس نظامی بپوشه. دوستان تا حالا 9 تا از این شرایط برای آقای ترامپ چک مارک شده و یه دونه مونده، یه دونهش اینه که لباس نظامی بپوشه. یعنی اگه رفت این عکسایی که درست کردن با فتوشاپ گذاشتن، نمیدونم مال آفریقا جنرال گوگانبا بود، موگانبا بود، چی بود، یا مال اون کجا بود این کشور نکبتی که اومده بود و هم ملت میگفتن نگاه کن این به شاه احترام گذاشته، گفتن بابا این اتیوپی بود، مال کجا بود اون موقع، یه آدم کوچولویی بود که رو صندلی بزرگی هم می نشسته. خلاصه اینجوری نیست دوستان. و
و اینی که شما بیای یه پولی بدی هفتگی آقای بیژن فرهودی، بگه خب روح الله جان روحت رفته تو جانم، جانم چطوره، اونم بگه بیژن جان خوبم، اینا اینجوری کار نمیکنه. ای کاش خمینی هم یه فرهودی داشت، مینیش از اونجای بهش میگه بیژن جان، اونم بهش میگه روح الله جان، هنوز نشسته بودن به همدیگه جان جان میکردن. این از این. و اما درباره یه دوستی که درباره آقای انصاری از من میپرسه، میگه آیا ایشون جواب میده یا نمیده؟ خب من نمیدونم، فیسبوک داره، شما به فیسبوکش بفرست ببین جواب میده یا نمیده. اگه جواب نداد نمیخواد با شما صحبت کنه، اگه جواب داد میخواد با شما صحبت کنه. این یعنی چی که مثلا من زنگ بزنم به فلانی آقا این جواب میده یا نمیده، الو شما جواب میده یا نمیده؟ اون میگه آقا بستگی داره، اگه فوش خوار مادر بدن جواب نمیدم. اگه یه سوالی بکنه، تا حالا این کار کرده، چیزایی رو که میدونه مینویسه، اونایی رو که نمیدونه مینویسه به شکر خدا و به رحمت خدا و فلان، اینها من بی اطلاع خبر ندارم. و اما آقای کامران دوباره پول تموم کرده رفته ترکیه دوباره پول جمع کنه. این یک معادله ساده است. آقای ممقانی هم برای خودش دردسر رو بالاخره ساخت و الان هم از فعالیت‌های مجازی محرومش کردن. در کانادا همونی شد که گفتی. ای خدا، آقای ممقانی میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، از پنجا که میری بالا تو مو میبینی و من ریزش مو. عزیز برادر بهت گفتم در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ شما نمیتونی به یک کسی که بیزینس داره، پروانه گذاشته اونجا، لایسنس کار داره، نمیدونم که این آقا سالمه میتونه دست رو کنه تو پنیر و کالباس، داره اجاره میده، داره مالیات میده، بری اونجا مزاحمش بشی. من گفتم اون پسر آدم خوبی بوده، اگه من بودم با چوب برمیداشتم میزدمت، و اگه یه جایی باشه که اسلحه باشه با اسلحه میزدم تو پات مینداختمت. شما شانس آوردی، همین که به این سادگی دولت کانادا بهت گفته آقا تو بلد نیستی شانس آوردی. در رابطه با بلد بودن یه دوستی یه چیزی نوشته امروز، خیلی بله، افشین عبداللهی ویدیو رو نشون دادیم. و اما دوستان 22 بهمن تموم شد، ولی انقلابیون جنبشی ها آماده بشیم برای چهارشنبه سوری. هر بچه با دوستاش رفت 4 تا ترقه خرید، مثل این اهورای احمق بگید اینا آماده بودن برای من و برای شاهنشاه، تا ببینیم چی میشه. ولی یادتون باشه 39 ساله، نه اون سالای اول که همه قایم شده بودیم، 20 ساله داریم همین حماقت رو انجام میدیم. سیزه به در میشه میگیم به خاطر ما اومدن، شب عید میرن کنسرت میگیم به خاطر ما اومدن، نمیدونم چهارشنبه سوری میشه میگیم به خاطر ما. کنسرت صحبت از گوگوش 24 براتون انجام بدم و بنویسید اینجا نشون بدم که گوگوش 24 در MTV گوگوش 24 فوریه. دوستان عزیز گوگوش به همراه آقای شمایی زاده و کامرای 2، بله، این دوستمون میگه که دوستانی که از طرف مردم تیوی میخوان بلیت بخرن، چه برای برنامه گوگوش چه برای برنامه ستار 10 مارچ، وقتی زنگ میزنن به ما، بله، هایلا سلاسی پادشاه اتیوپی، ممنونم از فرهاد زمانیان، خیلی ممنون. ما یه فامیل زمانیان هم داریم تو شیراز، فامیل نزدیک، اصلشون از زرغون آمدن. شما هم از اونا هستید یا نیستی؟ استاد دانشگاه هم هست، بعدم یه مدت استاد دانشگاه بود که کجا بود، تو باجگاه. در هر صورت این اگه زنگ میزنید 571-242-0226 بلیت میخوان بگیریم برای 24 بگید که ما آگهیتون از تلویزیون مردم دیدیم. البته من به این دوستان میگم خب آقا خانم، شما برای اون کسی که از تلویزیون مردم زنگ میزنه یه دیسکاونت بدید. اتفاقا امروز رفتم بلیت خانم گوگوش رو بخرم، دیدم یه وبسایتی 20% تخفیف داده، گفتم چه خوب. بعد نگاه کردم دیدم نه بابا، این از اون وبسایتایی که مثلا بلیت 140 دلاری رو میده 200 دلار، بعد 20 دلار بهت تخفیف میده، 20% 20% از 200 دلار میشه 40 دلار،
بلیت 140 دلاری رو حقیقتا داره بهت میفروشه 160 دلار، 20 دلار هم بهت گرون فروخته. مواظب باشید مستقیما به شماره تلفن 571-242-02-26 تماس بگیرید و لطف کنید بگید که برنامه به اصطلاح آگهی رو هم از تلویزیون مردم دیدید. و اما دهم مارچ هم آقای ستار، خانم هنگامه و یه آقای به نام سعید احمدی یا احمد سعیدی میاد، حالا آگهی شویتون نشون میدم. توی مردم تیوی هم که میاین روی صفحه فیسبوک اون بالا هست دوستان، من بهتون نشون میدم. این یه سیستم جدیدیه، جدید برای من که فیسبوک گذاشته وقتی میاد صدا باز نمیشه، کار خوبی هم بوده. صدا رو خود شما میزنید امتحان میکنید. بذارید من الان باز کنم یه صفحه اینجا به شما نشون بدم و هوم رو باز کنیم. بله، نه فیسبوک چرا رفتم اینجا، ببخش ببخش، گیج گیج و ملنگم بابا جون، بگی مرا. نگاه کنید دوستان، وقتی میان این صفحه رو میبینین، اتفاقا ما چون ویدیویی از خانم گوگوش نداریم برای این تبلیغشون، هنوز مال خانم گوش رو نداشتیم. نگاه کنید اینجا شما تا میاین فیسبوک مردم تیوی این آهنگ شروع میشه، این بالا میتونیم آگهی های شما رو هم اینجا بذاریم دوستان. یه لحظه میبینید بعد اینجا این کنار صداش چی میشه؟ مارچ، مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورتم هستی ام با سر نتنم، هنگامه کجا بودی تا حالا، کجا بودی تا حالا، احمد ایسا با سب شدم و به تو کردم آدم دیگونتم، عشقم تو باید مال من باشی. در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا، ستار هنگام احمد سعیدی ات چری بلاسم بانکوئت هال، با پذیرایی کامل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین ات kodum.com. تیکتس اویلیبل ات موست پرشن استورز اند آنلاین ات kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بله ببینید اینجا اگر روشن کرده باشی این خودش هی میره از اول دور میزنه. این یه چیزیه که من اگر شما با صفحه مردم تیوی دات کام آشنا باشید قبلا یه چیزی درست کردم، اینم فکر خود من بود که یادم میاد اون بچه نادانی که برای ما کار میکرد وقت خواست بره گفت شما حق ندارید چیزای من رو استفاده کنید. گفتم شما یه چیزی اینجا به من نشون بده که ابتکار تو بوده باشه تا بعد من بهت بگم اون مثلا جیف رو شما نمیتونی، چون جیف رو وقتی دوست من تو دبی بود ازش پرسیدم جیف رو چجوری درست کنیم، درست کرد، هم به من یاد داد هم به تو. و اون صفحه بالا میگرده، یه وقت ماز جبرانیه، یه وقت آقای آیزنبرگ، یه دفعه کلاس کاراته داداش منه، یه دفعه آگهی والنتاینه. زمنان والنتاین موتورز اینجا دنبال یک مکانیک، یک منیجر و یک سلزمن یا چند سلزمن میگرده. اگر میخواین باشون تماس بگیرین. والنتاین موتورز اینک طرف های مریلند هستن، اون نزدیک نشنال هاربر، یعنی ما درست این وریم وستیم، اینا اون و ایست هستن. و دور 495 یا این کمربندی رو اگه بری، ضمناً امروز من اتفاقا نگاه کردم چون پسرم دنبال ماشین میگشت بهش گفتم که برو رو صفحه والنتاین، من الان اینجا به شما نشون میدم، بهش گفتم برو رو صفحه والنتاینز موتور، اگه چیزی خواستی با من تماس بگیر، با هم دیگه میریم اونجا فردا یا پنجشنبه که من کار کمتر دارم. و مطمئنم که آقای جعفری به اصطلاح و دوستانشون، بیژن جعفری و دوستان، ماشین خوب با قیمت مناسب به ما میدن، چون ما ایرانی ها دوست داریم هم ماشین خوب بخریم هم قیمت مناسب داشته باشیم. دوستان عزیز، شما هم اگر صاحب شغل و
بیزینسی هستید میتونید آگهیتون رو در تلویزیون مردم انجام به اصطلاح بذارید براتون پخش کنید، خودتون بیان قشنگ اینجا بهش میگن اینفو مرشال، یعنی کمرشالی که اینفورمیشن هم میده. مثلا شما یه دستگاهی ساختی، همین آقای ممقانی آفتابه بدون هول ساخته، آفتابه که وصل به لوله آبی، بیاد بگه اینجوریه، من خسته شدم از بس تو کانادا هر جا رفتم یه بطر آب به خودم بردم، فکر کردم این آفتابه رو ساختم و اسمش هم بیده هست و اینقدرم پولشه. مردم نگاه میکنن، استفاده میکنن، میخرن، به اصطلاح میان میخرن و استفاده میکنن. ولی تا اینجا هستیم یه ماشین رو به شما نشون بدم که خیلی ماشین خوبیه، یه لکسس 2004 اینجا هست، اگه خواستید اونو بخرید. اینو اگه بخرید یه کمکی هم به تلویزیون مردم شده و خیلی جالبه. مثلا شما میاد اینجا اینونتوری، یعنی چیزایی که موجود دارن، موجوداتشون به اصطلاح، بعد میاد اینجا قشنگ به میک مدل میگین که من مثلا لکسس میخوام، نگاه کنید تا میزنی دیگه نمیخواد هی بین همه ماشینا بگردی مگر اینکه دوست داشته باشی. ببینید تا میزنی لکسس، ماشینای لکسسی که دارن میاد اینجا. این چقدر قشنگی، 2005 لکسس ES330 217,000 مایل، 2487,000 مایل. اینو من میگم، شما اگه اینو بخرید براتونم دیلیوری میکنیم حتی. و ماشین خیلی جالب و قشنگ و زیبا و راحت و اینه، وقتا میگفتن مثل کادیلاکه، تو ایران که بودیم یادتونه میگفتن مثل کادیلاکه. حالا ماشینای آمریکایی بدبخت شدن، طرف میگه آقا این مثلا مثل لکسسه. واقعا لکسس اون تاپ آف دی لاین تویوتاست و خیلی خوبه. خب بذارید ببینم، آقای مکس قلمی امروز صبح یه دردسری درست کرده بود توی فیسبوک و بعد خودش دیگه از دستش در رفته بود، نمیدونست به کی داره به اصطلاح حرف میزنه، به جواب کیو میده. ولی چون من مکس قلمی رو میشناسم که به اصطلاح مسیحی شده یا مسیحی است، براش نوشتم که دوست عزیز اینجوری نیست، شما نمیتونی هر چیزی رو باور نداری تهمت بزنی، به هر کی دلت میخواد توهین کنی. گفت آقا من توهین نکردم و من به خاطر پناهندگی مسیحی نشدم، من محبت و اینا رو پیدا کردم. میگم آقا شما ایمیلای خود فیسبوک خودت رو بخون، حالا بعد از برنامه آقای شادانلو میریم تو فیسبوک، یه دنیایه. این میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، دیوانه خونه است. اصلا بی خود اسم اینو گذاشتم فیسبوک، دیوانه خونه است. میری اونجا شما دیوانه، اونای دیگه هم دیوانه، تو بگو اون بگو، اون بگو اون بگو، اون بگو اون بگو. طرف میگه آقا مردم هستن میان تو خیابون. این میگه نه آقا مردم نیستن. میگم خب آقا پس این رادیو نمیدونم فلان کوفت زهر مار اینا که رفتن تهران مستقیم داره برنامه پخش میکنه، به اینا هم سرشون کردن توی قطی، فیلمای پارسال رو نشون میدن. حالا دوستمون آقای قلمی میگه که من اینو به یک مهندس ویدیو نشون دادم، گفته اینا به اصطلاح فتوشاپ و ادیتینگ و اینا شده. گفتم آقا من مایلم با این مهندس دوست شما صحبت کنم. البته آقای قلمی که مسیحی، دروغ نمیگن مسیحی ها، ولی ما مسلمان ها تا میخوایم یه دروغ بگیم با یه دروغ بزرگتر این دروغ اولی رو میخوایم تأکید و تایید کنیم. مثلا میگم آقا شما حالا میگی من که نگفتم آقا این ماشین با دوتا چرخ میپره، سعید کاووسی هم گفته. بعد شما چون میگی سعید کاووسی مکانیکه، میگی خب پس سوربی درست میگه. بعد به سعید کاووسی که میگه آقا من اصلا روحم خبر نداره. درصد منتظریم این مهندس ویدیو بیاد به ما بگه این فیلم کجاش کات شده. طرفی که میگه آقا ما امسال رفتیم تو 40 سالگی، طرفی که عکس بابای آقای زم اونجاست، عکس مادر خانم مسیح علی نژاد اونجاست، هلیکوپتر هم تاپ 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 داره میگه که نمیدونم 39 سال از انقلاب باشکوه گذشت و فلان بیسا، این کجاش ادیت شده؟ به ما هم نشون بدید، ما هم یاد بگیریم. ما هم یه انقدی راجع به ویدیو و آدیو و ادیتینگ میدونیم. در رابطه با انقدر میدونیم، اجازه بدید از دوستمون شیرازی عزیزی که منو برد دم کل، برد سینما مهتاب، بهش گفتن آقا سینما مهتاب اسمش نوشته بود ولی همه میگفتن سینما دم کلی، سینما تخت جمشید، همینجوری به ترتیب بود دیگه، دم کلی تخت جمشید و فلان اینا. و به من یه چیزی گفت، داشت شراب میخورد، خورد به سلامتی، ما امیدواریم خودش هم سلامت باشه. بعد گفت که میدونی الان
دلم هوس چیشی گرده، گفتم نه. گفت یه نون آلوی بود، دو پیازه آلو، دو پیازه آلو، من نمیدونم شما بهش چی میگین، دو پیازه سیب زمینی میگین شیرازی ها، به سیب زمینی میگن آلو. حالا معلوم شده که ای بابا آلو پارسیه، به همین خاطر هست که هندی ها هم میگن یوسه پوتیتو آیسه آلو. و دختر میلیونر شد، یه تیشرت درست کرد. گفت من الان که دارم این شراب میخورم حواس اون نون آلو یا دو پیازه آلوی دم سینما دمکلی. و دوستان بهتون بگم یه آقایی بود یه سینی داشت، این تو خونهش دو پیازه درست میکرد میابود، یه انقدر اینجوری، بعد یه چارپایه داشت از اینا که تو رستوران ها میارن باز میکنن، اینو باز میکرد، اینو میذاشت روش. ولی این بنده خدا برای که بارون و گرد و خاک و اینها، شیراز از لحاظ سیمان و اینها کارش خیلی خراب بود. حالا شما هی میگین ریزگرد، گرد ریز فلان، آقا ما 24 ساعت سیمان میخوردیم تو شیراز، روزی دو بار بیچاره مادرامون باید جارو میکردن خونه و در پنجره رو، به خاطر یه کارخونه کوفتی سیمان که گذاشته بودن. بگذاریم، این برای که این گرد و خاکا نره روش، بارون احتمالا نریزه روش، یه پلاستیکی یه نایلونی نبود اون وقتا میزاش رو این. من نمیدونم این نایلونه رو چند بار استفاده کرده بود، اگه بگم 1000 بار خب میشه 3 سال، فکر کنم 20 تا هم بیشتر استفاده کرد دیگه. این نایلون نبود، این شده بود یه چیزی مثل شیشه ولی کثیف، نه کدر شده بود، دارک شده بود، ترانسپرنت شفاف نبود توشو ببینی. ولی من یادمه 2000 میدادیم این یه تیکه نون، بعد با یکم هم از این سیب زمینی دو پیازه آلو اینجوری فشارش میداد رو نون، یه بطری هم بود دستشو محکم میذاش رو این بطریه، آب لیمو دو تا قطره میریخت رو این. آقا اینو که میخوردی پرواز شروع میشه. آقای فرخ عزیز، یا با انگلیسی می‌نویسی یا فارسی عزیزم، نوشته سلام، به نظر من ایران فدرال دموکراتیک مثل آلمان بهتره. آقا خیلی بد نوشتی فرخ جان، خودت بخون ببین، خودت که نوشتی میتونی بخونی تا من بخونم؟ نمیتونم بخونم. به نظر من بهتره که فدرال دموکرات، خب نظر شما خوبه، چیز قشنگیه، چجوری کاکو جون چجوری انجامش بدی؟ بریم سراغ آقای شادانلو. و آقای شادانلو یه دو تا ویدیو و عکس و اینا فرستاده، یک کمی هم حقیقتش منو گیج کرده. نمیدونم این بنده خدا فکر کنم وقتی تو میتینگ و این ورانور بود عکسش برام فرستاده با این تلفن کوچولو، نگاه میکنه برای من که مینویسه دقیقه ها ساعت اینا فرق میکنه. دوستان وقتی میخواین برای یک کسی با فارسی بنویسید، سعی کنید حتی اعداد رو به حروف بنویسید نه به عدد، چون وقتی شما می‌نویسید ساعت 23 میشه ساعت 32، چون فارسی داره از این وری میره، شما وقتی میزنی 23 اینجوری میشه. اینم یه بدبختیه که من نمیدونم. خب اگه فارسی از این ور می‌نویسیم جونمون بالا بیاد، عددارم از همین ور بنویسیم، که من همیشه مشکل داشتم وقتی معلم داشت یه چیزی میگفت میرسید به عدد، من نمیدونستم چقدر باید حالا فاصله بذارم برای این، میرفتیم اینقدر این ورتر شروع کردیم مینوشتیم، واز میشد میمدیم نزدیک مینوشتیم کم میابردیم. خب آقای از یه بر بنویس، ما زبانمون هم مشکل داره نوشتن فارسی، حروف از این وری مینویسیم، به عدد که میرسه از این وری مینویسیم. در صورت یه کمی اشتباه شده بود اینا، امیدوارم حالا اون چیزی که من گذاشتم اینجا با اون چیزی که ایشون میخواد همون باشه. بهترین کار اینه که شما بگید که همون جوری که فلانی در فلان ویدیو گفت، بعد لینکش رو بذاریم زیر یوتیوب، لینکش رو بذاریم زیر این، هم وقتتون تلف نشده با مزخرفاتی که اونا میگن، هم به اصطلاح مردم میتونن اونو نگاه کنن، اینها به اصطلاح بتونن، یه مرجعی وجود داره که به مراجعه کنن بهش. من اینجا آقای شادانلو رو دارم تماس میگیرم و ببینم که چه خواهد شد. دوستان عزیز، آقای شادانلو در پاریس هستن و یه چیز جالب که من دیدم، این درباره زاکری که داشتم صحبت میکردم، این پیمان عارف احمق آمد به من گفت که
آقا اگر این بچرخونید از افقی باشه خیلی بهتره. حالا میخواینم من عمودی تصویرتونو میذارم، ولی اینجوری عمودی شده تا. آها اینجوری. آفرین آفرین، بسیار عالی. خیلی خوشحالم که آقای شادانلو این خواهشی که ما ازش کردیم رعایت کرده و از لحاظ اینترنت و صدا و فلان اینها، و ممنونم. بله این پیمان عارف احمق وقتی که ما با آقای شادانلو صحبت کردیم و بعدم اون ماجرای چیز رو نوشتیم، آقای زاکری بعد به من می‌نویسه که آها شما با آقای زاکری هم بهش میگم احمق جون این یه رادیو تلویزیونی که به همه حق داده بیان صحبت کنن، مثل یه جایی که کاراوکی شب میکروفون گذاشته مردم میان میخونن، یکی میاد میخونه شما میگه عجب خوند میخونه. به پیمان عارف نوشتم تو هم میای اونجا عرعر میکنی، همه میفهمن که بابات کی بوده مامانت کی بوده. در صورت اونو بذاریم کنار، من یکم هم ساکت میشم، یکم هم اگه آقای شادانلو دوربینشو یا بالاتر ببره یا خودشون پایینتر بشینن که ما اون قسمت بالای سر رو هم ببینیم. شما که خدای نکرده مشکلی ندارید مثل ترامپ با سرتون. بله صدای من میشنوید آقای شادانلو؟ آقای شادانلو صدای من میشنوید؟ بله بله. خب هنوز ما اون بالای سرتون رو نداریم. ما بعد من اگه تصویر رو براتون اینجوری بفرستم شما فکر نکنید خدای نکرده من بالای سر شما رو کات کردم. آها خوبه، از خوبم بهتر شد، از خوب بهتر. بله بله گوشی بسیار عالی. Select area. اوکی. دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس و میدونید که در تلویزیون مردم همه دوستانی که میان ما اولین شرط بهشون میگیم که شما آزادی هر چی دلت میخواد بگی، حتی از خود منم اگه انتقادی داری شما میتونی انتقاد کنی و هیچ خط قرمزی ما نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. سلام آقای شادانلو، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان، و هر وقت شما بگید من اون عکس و ویدیو اینها رو از اینجا نشون میدم. بفرمایید. سلام به شما بینندگان محترم تلویزیون مردم تیوی. من دفعه پیش فکر میکنم بود که صحبت کردم، قول دادم و قرار بر این شد که نیام من راجع به کسی صحبت کنم و سعی کنیم برنامه ها و کارهایی که میخوام انجام بدم یا مطالبی که دارم بیان بکنم، ولی متاسفانه در هفته گذشته دو تا برنامه آقای سعید بهبهانی در تلویزیونشون نشون دادن که البته این پنجمین برنامه شون بود و دو نفر آقای ایرج مصداقی رو آوردن و خب طبق معمول از همون اول تا تونستن توهین کردن. البته آقای دادرس اسمی نیاوردن از من، ولی چون آقای بهبهانی بهشون گفته بودن که راجع به شادانلو صحبت کن، ایشون صحبت کردن ولی اسمی از من نیاوردن. دلیلش هم خودشون خیلی بهتر میدونن، دلیلش این بوده که ایشون در پاریس زندگی میکنه و چون نیم ساعت دروغ راجع به من گفتن حاضر نشدن اسم منو بیارن که من مدرکی داشته باشم که از با اون مدرک ازشون شکایت بکنم، و خب منو به اسم شاگرد بنا یا فعله صدا کردن، کارگر ساده. البته هیچ اشکالی نداره، بنده یک کارگر ساده و افتخار میکنم که یک کارگر هستم، کارگر ساختمانی، و از بازوی خودم پول در میارم و زندگیمو 40 ساله در خارج میچرخونم و زندگیمو خودم و فرزندانمو، ولی خب از جایی حقوقی نمیگیرم، نه مزدور رجوی هستم و نه مزدور سرویس های امنیتی. من طبق گفته خود آقای بهبهانی، اگر اون ویدیو از خدمتون که ایشون برای دروغ خیلی حسار ناراحتی میکنن و چرا مردم دروغ میگن
اگر اون ویدیو رو بذارید خیلی متشکر میشم. بله، این ویدیویی که با آقای مصداقی هستن، حرف مصداقی رو قطع میکنه و خیلی عصبانی میگه که همه دروغ میگن اینا. دوستان با هم دیگه ببینیم، این ویدیویی هست که آقای شادانلو ارسال کرده و گفته که ما از این زمانش برای شما پخش کنیم، حدود 4 دقیقه پخش میکنیم و خود شما ببینید کسی که اصلا همه وجودش و زندگیش با دروغ هست، حالا چجوری از دروغ گفتن دیگران شاکی هست. که حق دارم حرف بزنم آقای، حالا هرچی بخواهی بگیم. آره بابا، تو اگه نامه رو به من نوشتی خب باید به من بنویسی، نه یه 3 نفر به من نامه بنویسن بگن آقا برو بنویس این چیه پاسخ بده، بعد این رو بعدها تو از طریق آقای مهداد سید عسکری که 2 جلسه تو تلویزیون ما برنامه شروع کرده از طریق اون برای من برسی که من فرستادم. طریق نداره، مگه من مردم؟ مگه من آدم مجهولم؟ من همه آدمایی که میبینی تو رسانه هستن معروفترم، بیوگرافیمو نوشتم گوشتم، وبسایتم هست، آدرسم هست، همه زندگیم هست. او یه مش حقوازید یه مش کلاش، من کاری ندارم، این آقا خوبه بده، در ارتباط با من آدم نادرستیه، در ارتباط با شما ممکن آدم خوبی باشه، در ارتباط با من این آقای شکوری یکی به نعل و یکی به میخ میزنه، آدم راستگویی نیست، اینا همه دروغو هن. تمام گرفتاری مملکت من هم تو این دروغه. آقا دروغ میگید مثل سگ، دروغ میگید صبح تا شب را میرید دروغ میگید. من اصلا تعجبم این آقای محمد جعفری یه جور حرف میزنه یه جور دیگه عمل میکنه، همه شون اینجوری هم. ما اینجا با ول معطلی، فکر کردم همینجا اصلا این برنامه رو قطع کنم و برم باید کار دیگه بکنیم. با این چیه کاری خودمون رو علاف کردیم با شما؟ نمیدونم والله. نه واقعا، یعنی وقتی این اسامی رو میگی بعد میگی معتمد اینو گفته، خب من اونو باور دارم، معتمد باور دارم، قبولش دارم، میدونم راست میگم، عموی منه بابا. اگه با شما دوسته، نه بابا با من عمومه. همه دروغ میگن. این نظرسنجی دانشگاه مریلند این دفعه 8 که این کارو میکنه، این چیه ماجراش آقای مصداقی؟ ببینید یه دونه این یه شال یه میدونید که یه شالاتانی هست ببینید وقتی که ما از چیز پخش میکنین صدای اون مستقیم میره توی سیستم و صدای من و شما پخش نمیشه. در صورت پخش شد تا اونجایی که میگه معتمد عموش هست، من نمیدونم این چجوری فامیلیش بهوانیه ولی معتمد عموش هست. یه دوستی از کالیفرنیا میگه این آقا راست میگه، توی نخاله ها و شارلاتان ها از همه معروفتره. ناگفته نماند این تا چند هفته پیش که کانال 1 45 دقیقه بهش برنامه میداد فکر نمیکنم جرأت میکرد بگه از همه معروفتره، چون اربابش شهرام همایون بود. ولی حالا چون اونم بسته بود داره میره، اینم همینجا با آقای مصداقی هم میگه آقا من اصلا فکر کردم ببندم برم. دلیلش هم من به شما میگم، چون این آقا حالا اگه پولی میگرفته از مصداقی یا پولی میگرفته از دادرس، گویا اونها دیگه پولی بهش نمیدن و اینم میگه من چیه وایسادم اینجا وقتمو با شما تلف میکنم. حقیقتش اونی که نامه نوشته که اونجا نیست، این داره به ایرج مصداقی میگه، میگه آقا من دارم وقتمو با تو تلف میکنم و اینجوری باشه ول میکنم میرم. ایرج مصداقی هم میگه آقا کوتاه بیا. ضمن من یه سوالی از شما و از بینندگان میکنم دوستان، این آقای ایرج مصداقی مریض دوایی چیزی میخوره یا میکشه؟ برنامه‌هاشو نگاه کنید، گاهی وقتا چشماشو میبنده اصلا مثل که میره از یک این حال هوایی که هست. در اصل امیدوارم اگه مریض خدا شفاش بده، اگر دوایی چیزی میکشه به اصطلاح ترک کنه. بله این قسمتی که شما گفتید ما پخش کردیم، من ساکت میشم شما صحبت کنید. بله من اینجا از آقای بهبهانی خواهش میکنم، اگر ایشون مخالف دروغ و دروغگویی هستن
و جعل مدارک و سند اجازه بدن که بنده در اون برنامه ایشون شرکت کنم در یک برنامه در آینده و در جواب آقای فرامرز دادرس و آقای مصداقی رو بدم با این صحبتهایی که کردن، چه در مورد سفارت چه در مورد تمام صحبتهایی که آقای دادرس کردن. آقای شادان تلفن شما روی ویبریشن فکر کنم زنگ میزنه، اونو اگه میشه خاموش کنه. بله بله. بعد عرضم به خدمت شما که البته من اولین برنامه‌ای که آقای ایرج مصداقی صحبت کردن، من در اون برنامه بعدش زنگ زدم فرداش به آقای بهبهانی که صحبتایی که ایشون کردن در مورد من زم یا مطالبی که گفتن، من اجازه میخوام که بیام راجع به این صحبت کنم. به من گفتن فرداش یا نمیدونم پس فردا شما زنگ بزن ساعت 10. من در مسافرت بودم، یه موقع دیگه زنگ زدم، وقتی زنگ زدم بهشون گوشی رو برداشتن، گفتم من هستم. گفت آقا من کار دارم، گرفتارم و قطع کردم و دیگه تماس نگرفتم. حالا ازشون خواهش میکنم، البته یه قانونی هم هست که فکر میکنم FCC هست اسمش، که ایشون باید به همون اندازه‌ای که به این دوستان 5 جلسه وقت دادم، ولی 5 جلسه نمیخوام، من یک جلسه کافیه برام تا پاسخ این صحبت‌های این دو نفر رو بدم که برای بینندگانی که این فیلم‌ها رو دیدن مشخص بشه حقیقت چی هست. و من هیچ موقع از حقیقت فرار نمی‌کنم و خوشحال میشم همونطوری که الان 10 سال هست به سازمان مجاهدین میگم به خاطر این حرفایی که زدید، کتابایی که نوشتید و جعل سندی که کردید، هر کجا که مایل بودین حتی در تلویزیون خودتون من میام و میشینم صحبت میکنم، ولی تا امروز پاسخ ندادن. امیدوارم آقای بهبهانی این کارو بکنن و به من اجازه بدن که برم و راجع به این 4-5 جلسه صحبت کنم. من هم امیدوارم قبل از این که اسباب اساسش جمع کنه و از اونجا بره یه جای دیگه، چون معمولا میره یه شهری بدهکاری و اینها که به بار میاره، از اونجا میره یه ایالت و یک استان دیگه. دیدم که تو یکی از همین برنامه‌ها آخرش میگه که ببندم و اینها، و خیلی جالبه از اول برنامه تا آخر برنامه مثل حسن علی از اروپا، احمد علی از نمیدونم آفریقا دارن کمک میکنن، ولی از اون ور هر روز میگه که پول ندارن و دارن میبندن. اینم یه دروغ دیگه. و اون چیزی که شما گفتید، بله، قانون FCC Federal Commission یه چیزی مال آمریکا که اگر روزنامه ها، رسانه ها، همه الان من اسم آقای زاکری بردم، اسم آقای پیمان عارف بردم، اینها حق دارن که به همون اندازه که ما وقت گذاشتیم دربارشون صحبت کردیم بیان و درباره اون موضوعی که ما گفتیم اینها صحبت کنن. و اینم یک کلکیه که به شما میگن مثلا زنگ بزن فردا، بعد فردا که زنگ میزنی یه دلیل و بهانه میارن که ما الان برقمون قطع شده، آبمون قطع شده و نمیتونیم برنامه داشته باشیم. اینها تریکاییه که اینجا ایشون همه میشناسنش و به درستی میگه همه میشناسنش، چون اینجا کانون دوستداران فرهنگ شب میومد عرق خورده، حشیش کشیده، آقای دکتر حسین گنجبخش رو میزد، آقای نمیدونم فلان رو دعوا میکرد و اینجا هم سابقه داره، یه شب انداختنش زندان و بعدش دیگه حالا آریزونا و کالیفرنیا، چون دور بوده حقیقتش بوی گند کثافتکاری ها شما نمیشنویم و از این بابت خیلی خوشحالیم. خب آقای شادانلو با شما هستیم و امیدواریم که ایشون قبل از این که مغازه‌شو ببنده یا آشپزخونه‌شو ببنده، به قول شما به شما اون قولی رو که داده وقت بده تا در همون تلویزیون صحبت کنید راجع به مصداقی و دادرس. بفرمایید. بله ممنونم و همینجا اعلام میکنم که اگر چنانچه ایشون تا هفته آینده وقت ندادن و تماسی نگرفتن، من میام در همین برنامه و کاملا این دو نفر رو و صحبتاشون رو پاسخ میدم. و اما مسئله دیگر بهش جای دیگه هم صحبت کردم، البته متأسفانه نتونستن اونطوری که من میخواستم و عکس و تصویر نشون بدن، راجع به اتفاقی است که دو ماه پیش در ترکیه برای من افتاد و مسئله ترور بنده در ترکیه به وسیله عوامل وزارت اطلاعات. من
بعد از این که یه خود باید برگردم عقب، بعد از این که دو سال پیش با آقای خزعلی تماسی برقرار کردم و نظرم هم این بود و هست هنوز که هر کاری باید انجام بشه برای سرنگونی این رژیم و جایگزینی، باید از داخل ایران این کار انجام بشه و باید با اپوزیسیون داخل تماس گرفت، البته اپوزیسیونی که داخل ایران و خارج از نظام و حکومت هست و با اون باید کار کرد و اونها 40 سال در داخل هم بهتر میشناسن و بهتر مردم رو الان درک میکنن و خواسته هاشونو و میتونیم ما همکاری بکنیم و از این ور پشتیبانی بکنیم تا این اتفاق بیفته. بعد از اینکه هم با آقای غزلی تماس گرفتم و قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی دو نامه هم برای ایشون فرستادم، نامه از سرگشاده که خود ایشون هم در سایت ها در ایران چاپ کردن که به ایشون گفتن شرکت نکنید در انتخابات و تحریم باید بکنید، که متاسفانه ایشون صحبت هایی کردن با من و دلایل آوردن که من از قبول نکردم و گفتم امکان نداره، گفتم من شورای نگهبان رد صلاحیت نمی کنه و میرم و میتونم خیلی کارا رو کنم، اگر نشد تحریم میکنم، که متاسفانه ردشون کردم و مصاحبهشون گفته بودم که اون نامه رو نوشته بودم و بعد رفتش متاسفانه ردشون کردم، بعدم باشون صحبت کردم و گفتم یه حالا که اینها نذاشتن شما شرکت کنید در انتخابات لااقل تحریم کنید، گفتن نخیر از آقای روحانی حمایت میکنیم و میتونه اندقه خواستامون از آقای روحانی بخواد و خب دیدیم الان چه وضعیتی شده و یک نفرم نه از ایشون چیزی خواسته نه اصلا اصولا این اصلاح طلبات چیزی میخواد، اینها استمرار طلب هستن و خواهان بودن رژیم ولایت فقیه، فقط میخوان خودشون بیان به قدرت برسن. حالا آقای خاتمی، روحانی، موسوی، کروبی، اینها منتظر اینن که به قدرت برسن، نه اینکه بخوان دردی از مردم و جامعه حل بکنن و یا تغییری انجام بشه. و در سیستم ولایت فقیه هم هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه چون ولی فقیه اون بالا تصمیم گیرنده است و هر چه و شورای نگهبان هم حتی اگر نباشه و کسی انتخاب بشه با بودن ولایت فقیه کار نمیشه انجام داد. پس اون رژیم رو اگر بخوایم ما بزنیم فقیه هست و با برداشتن ولایت فقیه هست که امکانات به وجود میاد که بشه کارهایی در ایران کرد که انشاءالله الان با این جنبش هایی که در دیما مردم شروع کردن و ادامه دار هست انشاءالله کل رژیم سقوط خواهد کرد و مردم به آزادی خواهند رسید و رفراندوم چیزی که مایل هستن و انتخاب حکومت آینده. بعد از مدتی که هم با آقای فضلی صحبت میکردم چنده نفرم از ایران با من تماس گرفتم و اونها هم پیشنهادی دادن که ما داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم و تا این یک خانومی همون ویدیو رو اگه ممکنه شما لطف بکنید بذارید که یک خانومی در فکر میکنم مصلای تهران و یا یک محل چاپ کتاب ها بود مثل که در اونجا رفتن ویدیویی رو که با ایمیل فرستادید نه؟ بله بله، ویدیویی که خانمی صحبت میکنن. بله بله، اگه شما هم تو این فاصله لطف کنید، اون تلفن همه جور صداش میاد اینجا که وقتی وایبریت میکنه یا اگر خود این بله اجازه بدید من میارم اینجا روی، اگر از تلفنتون و کامپیوترتون هست اینا رو باید خاموش کنید تا چون صداش صدای اون قوی تر از شما میاد تو دستگاه. اوکی، اجازه بدید من این ویدیو رو که آقای شادانلو فرستادن دوستان با چند تا عکس موجود هست اینجا بهتون نشون بدم. یک لحظه، عکس و ویدیو و اون ویدیو آخرین قسمت، اول عکس ها هست و اون ویدیو بله. این فیلم چند دقیقه از خانم شایسته وحیدزاده است،
حدود 2 دقیقه و خورده ای همشو میخواین نشون بدیم؟ بله بله بله، گوشی داشته باشید. ایرانه. بله یک لحظه. آره من این فیلمو قبلا دیدم، حالا نظرم هم اون روز گفتم پخش این فیلم‌ها آقای شادانلو، من فکر کنم تازه آخونده استفاده میکنن، میگن ببینید چقدر ایران آزاده، یه خانمی مثلا تو فرودگاه یا یه خانمی اینجوری انتقاد میکنه ما هیچ کاری هم باش نده. اجازه بدید من این فیلم رو نشون بدم که دوستانم باشن. اشتباه کردم گفتم 2 دقیقه خورده، 59 ثانیه است. گوشی خدمت شما باشه دوستان عزیز، این فیلم رو با هم ببینیم و بشنویم از اول. ایرانه، کربلا تو ایرانه بابا، بیا سینه بزن واسه دختره که بیامیرو شدن، واسه بچه هایی که دارن از گوشت گیر میرن، واسه خانواده هایی که بی خانمانن. ما فقط کدوم آخونده ما الان تو ایران بی خونه هست مثل من زیر چادر زندگی میکنه؟ چرا صدای منو هیچ کس نمیشنوه؟ چرا فقط با یه نامه منو این برور میکنن؟ چرا وقتی میگم میخوام برم صحبت کنم میگم میکشنه؟ بگی من کار هر بس چی میذارم که میخوام بکشنم؟ چون نیستن مردم، چون واقعا مردم خودشون یعنی هیچ کردن نمیخوام بفهمن؟ یعنی نمیتونم من دردم چیه؟ من 3 ماه تو چادر زندگی میکنم، اونا چرا مثل من نیستن؟ سرما و گرما رو نمیفهمن، وقتی بچه من بارون زیر پاش میره چرا اونا نمیفهمن؟ چرا ما پول هزینه جایی میکنیم که اصلا نمیدونیم کجا میره؟ ما گدامون زیاده، بدبختمون زیاده. بیاییم ببینیم. بله دوستان، همینجور که دیدید این خانم شکایت میکنه که 3 ماه هست در چادر زندگی میکنن و بارون زیر پای بچهشون میاد و اینها، و میگه گفتم که اگه برم صحبت کنم گفتن میکشنت، مگه من چی میگم؟ به اصطلاح پولی رو که خرج لبنان و خرج سوریه و اینها میکنید چرا برای مردم خرج نمیکنید؟ این معلوم هست که کجا بوده یا به اصطلاح تو چه سازمانی چی بوده که اینجوری؟ من اول فکر کردم فرودگاه هست ولی این فیلم اونی که من فکر میکردم نبود. بفهم جناب، یه نمایشگاه کتاب بوده در تهران، فکر میکنم در مصلای تهران و اونجا این صحبت رو انجام میدم. آها بله، حالا من راجع به ایشون صحبت میکنم و شما لطفا اون فیلم عکس‌های چادرها رو که دور حرم آقای خمینی، قبر آقای خمینی هست، اونها رو هم تو مصاحبت هم نشون بدید. همونایی که تو این ایمیل بود. بله بله بله، تو ایمیل 4 تا یا 5 تا بله. عکس هست مربوط به چادر. آخر... چادرهایی که مربوط به آخر اول ایمیله یه چند تا عکس بود راجع به 2 نفر. یه مقداری شما کار منو مشکل کردید، بد نیست البته، منو جوون نگه میدارید و مجبور میشه مغزم کار کنه. نوشتید این 2 نفر از سرداران سپاه هستن، بعد میاین پایین، اجازه بدین، میرسه به یه جای تخت بیمارستان و اینها رو نشون میده، بعد میاد پایین، این همون خانم اول یعنی شایسته رحیمزاده بعد از ترور. آها من از اینجا نشون بدم یا اجازه بدین؟ نه از چادر ها، یه چند تا عکس چادر هست دور قبر خمینی. بله بذارید بیارم پایین تر پس. آها حالا دیدم، صبر کن. بله دوستان عزیز ببخشید، این گفتم ما یه کمی اشکال داشتیم تو زمان و اینها، ایشون با فارسی مینوشت جاش میپرید، بعد دیگه لطف کردن با عدد نوشت، با حروف نوشتن درست شد. ایشان برادر ملیه هستن که 2 روز بعد اون در یک بمب پمپ بنزین آتش زدن. دوستان این تصاویر رو که ایشون میگه الان داریم میبینیم که چادرهایی هست در کنار خیابون یا پارکینگ، از اون سنگهای سیاه‌سفیدی که رنگ کردن، من میگم پارکینگ احیانا، و میبینید همینجا هم بله و اونها پارکینگ دور قبر آقای خمینی هست. بله شما میتونید صحبت کنید، من دارم عکس‌ها رو نشون میدم. بله اون عکس‌ها دور قبر آقای خمینی است، کسانی که فرار میکنن از شهرستان ها، خانم ها و دختر خانم ها که به سر قبر این آقا میرن که لعنت کنن این آقا رو با این جمهوری اسلامی که درست کرده، اونا رو تو این چادرها اسکان میدن و خود این خانم هم یه مدتی تو اون چادرها بوده و متاسفانه خانواده هایی که
بضاعتی ندارن و به کمک میان در اونجا که کمکی بگیرن، تنها کمکشونه که براشون چادر بزنن تو اون سرمای زمستون و گرمای تابستون، تو اون چادرها اونجا زندگی کنن و مشخص است. خب این همه... عکس‌ها رو بله، این همه پولی که خرج این حرم کردن نتونستن یه جایی بذارن به... اینجا بهش میگن شلتر، نمیدونم به فرانسوی چی میگن، یک به اصطلاح سرپناهی برای افراد معمولی بذارن، یا مخصوصا زنهایی که ممکنه مورد ظلم و ستم خانواده یا شوهرهای معتادی چیزی باشن، یک جایی که اینجوری توی چادر، باز دارم نشون میدم این عکس آخری رو، که چادرها رو زیر یه چادر دیگه میذارن، سه تا چهار تا زیر یه چادر دیگه است. بله بفرم. بله، این خانم شایسته رحیمزاده، همون خانمی که اون صحبت‌ها رو می‌کنه، بعد از ایشونو آقای خسرو آبادی، یکی از دوستان ما در امریکا در تگزاس فکر کنم مثلا، ایشون تلفن منو به این خانم میده و میگه که شما چون اگر احتیاج به کمک داری با این آقا تماس بگیر، ایشون کمکتون می‌کنه. بعد از یه مدتی خانم با من تماس گرفتن و گفتن من همون خانم هستم و احتیاجم بچه‌م مریضه، من تو چادر زندگی می‌کنم. این ادامه پیدا کرد تا بعد گفتن که بله منم فعال هستم و بر ضد رژیم دارم کار میکنم و خب یه اطلاعاتی دادن، مثلا همین عکس‌ها رو فرستادن، گفت ببین چه بلایی سر زنها و خانمها و دخترها میارن اینجا، حتی شبها میان نیروهای نظامی انتظامی به اینها یا میخوابن حالا یا تجاوز میکنن و بسیار وضع اسفناکی است در این منطقه و دور حرم آقا شیطان الله روح الله خمینی. و خب مدتی من با ایشون در تماس بودم که چیکار میشه که بچه‌شون، حتی معرفی کردم به یک پزشکی و برن معالجه بکنن و کاری که میتونستم از طریق تلفن اینها انجام دادم. این دوستی و ارتباط ادامه پیدا کرد و شخص دیگه ای آمدن و گفتن که من دوست ایشون هستم و ما هم داریم فعالیت میکنیم، یک گروه بزرگ هستیم و در ایران داریم بر علیه رژیم کار میکنیم و خواستن اعتماد منو جلب بکنم. بعد از مدت‌ها که ما با هم صحبت میکردیم، اونها حتی گفتن ما برنامه هایی داریم برای 21 بهمن و شما خواهید دید و باید با هم کار بکنیم، ما باید ارتباط داشته باشیم، کسایی رو به شما معرفی میکنم، شما اگر کسایی رو در ایران میشناسید به ما معرفی کنید که با همین یه حلقه بزرگی بشه. خلاصه تا اونجایی که میتونستن یک صحبتایی کردن، یه مدارکی برای من فرستادن، یه مقدارش درسته ولی من بعد متوجه شدم که چرا اینها رو دادن، چون قرار بود یه مدت دیگه منو اینها از بین ببرن و خب اون مدارک هم دیگه دست کسی نبود که مشخص بشه، از جمله همین عکس اون دو نفری که اولین عکسی که هست که عکس این دو سردار هست که همین دو نفر با من تماس می‌گرفتن، که البته من بعد متوجه شدم که اینها اصلا نظامی بودن. تلفن وقتی از ایران میزنین که مشخص نیست اون طرف تلفن کی هست و اینا میگفتن ما از مبارزین هستیم و داریم کار. یعنی بعد شما میخوام بگید کلن یک دسیسه‌ای بود که شما رو یه جوری به خودشون اول مطمئن کنن، بعد بکشن هر جایی که اونا میخوان، یه چیزی بله. مثل ماجرای فولادوند و شایان کاویانی و دیگران. نه بله درست هم اینطور بود و به من هم گفتن که ما حتی میخواییم با شما ملاقات کنیم، اگر بشه در اروپا هر کسی که بگید ما کسی رو میفرستیم اونجا شما رو ببینن و صحبت بکنیم. اینها ادامه پیدا کرد صحبت ها تا من بستگانم تماس گرفتن بعد از 37 سال، چون من ایران نرفتم و اجازه ندارم برم، آمده بودن ترکیه، گفتن بیا اونجا شما بیا ما شما رو ببینیم. من اونجا رفتم، بعد از روی فیسبوک وقتی شما هر منطقه هر جایی باشید مطلبی بفرستی، اگر اون نقشه‌شو نبندی می نویسه که در کدوم محل هستی و از کجا فرستادی این مطلبو. من یه مطلبی گذاشتم ولی اینا تماس گرفتن آقا شما ترکیه هستی، گفتم که بله، گفتن که چه خوب چرا نگفتی، گفتم من آدم بستگانم ببینم و گفتن که خیلی خب شاید ما یه بیایم اونجا ببینیم بهتون یه جلسه اونجا بذاریم. گفتم من چند روزی بیشتر اینجا نیستم و میخوام برم، چون ترکیه هم جای بسیار خطرناکیه و از این مامورای اینها پرم تو ترکیه. بعد یکی از این شبها من با همین خانم تلفنی صحبت میکردم
و یک فکر میکنم 5-6 دقیقه که صحبت کردن یک دفعه یک صدایی آمد و صدای جیغ ایشون و تلفن افتاد دست ایشون و فقط یه سر و صدای داد و بیداد و کتک زدن و این چیزا من شنیدم و دیگه هر چی ثبت کردم تلفنم قطع شد و دیگه چیزی متوجه نشد. من با کسی تماس نمیگرفتم، اونها با من تماس میگرفتن که من بفهمم متوجه بشم که چه اتفاقی افتاده. صبر کردم تا فرداش طرفای ظهر یه پیامی به من دادن که این خانوم دستگیر شده دیشب توسط وزارت اطلاعات و بردنشون در یک بازداشتگاه و تا اصل به شما خبر میدن. اصلی ایشون آمد اطلاع داد و یه چند تا عکس برای من فرستاد که منو بردن زدن و ببین دستم سیاه شده، پام سیاه شده، پتک زدن و فهمیدن که با شما در ارتباط هست. یه خود تعجب کردم و گفتم خب حالا چطور آمدی بیرون اگر به این شرایط بود و اینها؟ گفت من پدرم نشون گفتن آقای سرفلی آمدن منو از اونجا آزاد کردن. آقای سرفلی همون دو نفر اول بلیز آبی تنش هست، دو نفر تو پیش هم نشستن، یک چون شهاب هست اسمش، یک چون سفری، مجید سفری. اون عکس رو اگر نشون بدید که دوستان ببینن. بعد این دو نفر من بعد متوجه شدم که آقای مجید سفری امیر سردار ایرج رحیمزاده است و آقای شهاب اون که پیراهن بنفش پوشیده امیر سردار قاسم حیدرزاده هستن. این دو نفر یکیشون با من تماس گرفت گفت آقا وضع این خانم شایسته خوب نیست، جانش در پس و باید سریعا از ایران خارج بشه. گفتم خب خارج بشه من چیکار باید بکنم، چیکار میتونم بکنم؟ گفتن که شما اونجا باشین تا ایشون بیاد ترکیه. گفتم من آقا دو روز فردا یا پس فرداش برم میرم. گفتن نه تو خدا، اگر ایشون اینجا گیر بیفته و ایشون رو دوباره بیان بگیرن گروه ما لو میره و ما وزه میرم و خانوان دوتا بچه داره و من ببینم بیلیت هم میتونم تمدید کنم. من بیلیت رو عوض کردم و ایشون فرداش برم شبش من زنگ زدم فرداش و ده صبح ایشون میاد در آنکارا. من ده صبح نرفتم، یک نفر رو قبل از خودم فرستادم، دو نفر رو عکس ایشون هم دارم گفتم برید اونجا ببینید ایشون میاد بیرون با کی میاد. خودم یک ساعت دیرتر رفتم، خلاصه احتیاط کردم و از نظر امنیتی همه جوانب رو در نظر گرفتم و رفتم اونجا و ایشون رو دیدم و آوردم. البته با 4 نفر بودیم که رفتیم، 2 خانوم و 2 آقا. ایشون رو سوار کردیم و آوردیم. قبلش من با یک دوستانم که در ترکیه آنکارا میشناسه اونجا رو گفتم یه خونه پیدا کنن از این خونه های پانسیونی که ایرانی ها اجاره میدن و تو چندین اتاق هست و اجاره میدن به شبانه یا ماهیانه اجاره میدن به ایرانی های که از ایران میدن. یه دو از اون خونه ها رو پیدا کردیم و ایشون رو آوردیمشون در اونجا و 7 نفر یا 8 نفر هم اونجا بودن به اضافه خود یک خانم آقایی که صاحب اون خونه بودن. بعد از اینکه یه مقدار نشستیم صحبت کردیم ایشون گفتن که اینجا چقدر شلوغه و این آدما. گفتم خب این اتاق یه اتاق خالی برای شما و ما اینجا جای خلوتر یا بریم هتل. گفتم نه من نه امکانات هتل دارم و نه جای دیگه. گفت شما هر کجا هستین من بیام اونجا. گفتم نه من جایی هستم که با دوستانم هستم و نمیشونم اینطور بشه. یه مقداری ایشون ناراحت شدن، من بلند شدم برم. گفتم من شما نمیمونی. گفتم نه من برای چی بمونم؟ گفت من براتون مدرک آوردم و یه صحبتایی میخوایم بکنیم. گفتم اون صحبت اینجا رو بکنیم، نشستیم توی سالن روی کاناپه و صحبت بکنیم. بعد یه مقدار صحبت کردیم و چیزی به اونطورت نگفتن اون روز و من بلند شدم گفتم من باید برم. رفتم. گفتم اگر شما چیزی میخوایی بگید از طریق واتساپ یا همین تلگرام اینا میتونه بنویسی بفرستی یا صداتو خودت صحبت بکنی راجع به مسائلی که میخوایی و بفرستی. بعد هم برگوه یه جلسه داریم 2 روز دیگه در آنکارا. گفتم بعد فرداش من رفتم با ایشون خود باز ناراحته
شما من اینجا نمیتونم بمونم و جا رو باید عوض کنم. گفتم یه اون به خودشون ارتباط داره، میخواین عوض کنیم هر کاری میخواین بکنید به خودشون ارتباط داره. بعد یه مقداری با صحبت کردیم و دوباره عصری که من میخواستم بیام، بازشون ناراحتی که من شما نباید بری، باید صبر کنی. از ایران هم همین آقای سفری زنگ زدم که آقا شما چرا نمیمونی اونجا، و ایشون خیلی صحبت ها میخواد با شما بکنه، خیلی اتفاقا قراره بیفته، شما رو میخواد در جریان بذاریم. گفتم ایش دلیل نداره که من شب بشه بمونم، شما میتونید بگید یا ایشون میتونه بگه. البته من فوری همون موقعی که البته ایشون رو فرستادم احتیاط کردم، شک کردم که خیلی عجیب بود برای من و رفتم دوباره. ایشون خیلی ناراحتی کردن و فرداش رفتم گفتم پاشیم بریم بیرون، من یه روز دیگه بیشتر اینجا نیستم، بریم بیرون تو بچه بودیم. وقتی چند ساعت بیرون توی پارک نشستیم صحبت کردیم، یه آقایی هم اونجا آمدن، آقای ریش داشتن، ایشون رو نگاه کرد و گفت یه خوصفت باشد این مشکوک که این آدم رو بلند شد رفت، یه ده دقیقه دیگه آمده گفت من چیزی نبوده. رفتیم ما در یک محلی بیتوچینگ اونجا در میدون تیزیدر آنکارا قضا خوردیم و رفتم یک فروشگاه لباس رو برداشتیم خونه. باز دوباره گفتم که دیگه امشب باید بمونه، گفتم تا نوعتا از این صحبت نکنیم و من به هیچ عنوان اینجا نمیمونم و باید برم. از ایران آقای سفری با من سریع تماس گرفتم که آقا شما امروز رفتید بیرون، یه عکسی از شما گرفتن، شناسایی شدن این خانم و شما و خیلی خطرناک و جاتون رو عوض باید بکنید و اونجا خیلی برای شما خطرناک. گفتم چی عکس گرفتن؟ گفتن شما رفتیم در یه فروشگاه اونجا عکس گرفتن، عکستون اینجا. آقای شاهر ببخشید، برای که این نقاط ما بتونیم به هم وصل کنیم، میشه مثلا فکر کرد این خانم رو که زود آزاد کردن، مخصوصا همون دو نفری که به اصطلاح به شما تماس گرفتن، کسانی بودن که مثلا به ایشون گفتن ما شما رو آزاد میکنیم به شرطی که بری و این رو مثلا لو بدی، یا حتی دوره حقای برنامه شده بود که یک خانمی رو میخواستن از انگلستان بفرستن اینجا که اون موقع دعوای حقا بود و فولادوند، و اون خانم گویا به فولادوند پیشنهاد کرده بود که من میرم آمریکا و حقا رو ناقص العزم میکنم و چنین و چنان. میشه بگیم که یعنی اینا مثلا ترتیب آزادی این خانم رو دادن به این شرط که شما رو اینجوری به اصطلاح نگه دارن، یا حالا تو دسیسه ای که شب اینجا بمون یا اینجا بریم یا جدا هستن از هم؟ اصلا همینطوری بود. بعد که ایشون رفتن ایران به برای من تعریف کردن، بچه های ایشون رو گروگان گرفتم، دو تا بچه کوچیک داشتن، خودشون رو زده بودن و به پدرش گفته بودن که ایشون رو میفرستی الان میره اونجا و ما چهار نفر یه تیمی میفرستیم و ایشون رو اونجا میزنن و برمیگردن میرن. اصلا این برنامه این طور بوده. اون عکس اون چهار نفری که پشت سر هم هست نوشتم، اون چهار نفر هم نشون بدید لطفا، اونها کسانی بودن که قرار بوده بیان این کار ترور رو انجام بدن. بله. بعد از بعد... این یه عکسیه که یه نفر کنار 33 پله یا جلو 33 پله. بعد یه نفر بله. بعد اون چهار نفر اینها رو یکی دیگه از دوستان از ایران فرستادن، گفتن آقا مراقب باشید، این چهار نفر پرونده شما دست ایشون اینها هست و اینا مأمور ترور شما هستن در ترکیه و هر کجا که به این قیافه برخورد کردید مراقب باشید. حالا قرار چی بوده که این خانم یک محلی رو مشخص کنن، یک سالونی رو در آنکارا، این چهار نفر بیان و یک نفر از ایران بیاد اونجا و مسلح و اونجا بنده رو بزنن و سر و صدا هم هر جوری که میتونن دیگه ناخودشون درست بودن صحنه رو و برن. من این عکس رو که فرستادن این چهار نفر رو، خب به این خانم حتما هیچی نگفتم، هیچ صحبتی نکردم، ایشونم چیزی نگفت. فرداش گفتش که خب برای اون جلسه یه قراری بذاریم، گفتم من باید برم متاسفانه نمیتونم. و خود ایشون هم البته تلفن بهشون میشد یا اس‌ام‌اس میزدن یا با همین واتساپ اینا، من دیدم تقریبا دو دل هستن و میگن که نمیشه، نمیتونم. این کلمه رو من چندین بار شنیدم، البته به حرفاشو من گوش نمیدم ولی در چند جا من اینو شنیدم. اونم دلیلش فکر میکنم، حالا چه دیگه خودشون وقت رفت ایران به من گفت،
خب وقتی که اینها به من گفتن شما یک تروریست هستی، یک ضد انقلابی و کسی هستی که کارهای خلاف کردی تو ایران و فرار کردی و ضد انقلاب هستی، ولی وقتی من اومدم اونجا و دیدم شما رو و پرسیدم و صحبت کردیم چند روز و دیدم چطور آدمی هستی و در پاریس زندگی میکنی و این مدت هم تمام 40 سال داری مبارزه میکنی، من تصمیمم عوض شد. بعد فرداش من بهشون گفتم که من باید برم و خداحافظی کردم ازشون. گفتم شما چیکار میگو؟ من اینجا میمونم، بچه هم میان اینجا و من ایران نمیتونم برگردم دیگه، منو گرفتن. تا اونجا به من نگفتن اصلا جریان چیه و من اینجا هستم. گفتم بسیار خب، شما برمیگردی؟ گفتم آره، من باز دو ماه دیگه میام. گفت خیلی خب، پس من اینجا هستم، یه جام میخونم میگیرم و شما بیاین اینجا. گفتم بسیار. من از اونجا سریع تماس گرفتم، همون عکساری که برام فرستادن، با پلیس ترکیه، با سفارت، با اینجا با پلیس در فرانسه تماس گرفتم چون اینجا میشناسن منو. به اینا اطلاع دادم یه همچین اتفاق افتاده، گفتم به سفارت مراجعه کنید و اونها بگین به پلیس آنکارا مراجعه کنن و امنیت شما حفظ بشه. اونجا من صحبت کردم و از طریق دوست دیگری فردا صبحش یه پلیس فرستادن دم منزل و من با پلیس آمدم فرودگاه و خوشبختانه خارج شدم از اونجا. وقتی به فرانسه آمدم، خب اینجا رفتم اطلاع دادم، با پلیس صحبت کردم، همه اسامی، عکس ها، اتفاقاتی که افتاده بود اینجا گفتم و رو پرونده هست. و این خانم باز تماس گرفتن، من دیگه هیچی نگفتم اصلا، نه از اون چهار نفر، نه از این که من چه کمچین حدسی میزنم یا این اتفاق قرار بود بیفته، منتظرم ببینم اینها چی میگن. از ایران به من اونها اطلاع دادن که آقا ما سریع کار این خانم رو درست میکنیم، بیاد اروپا، بیاد فرانسه پیش شما و شما همه جایشون همراه شما باشه، ایشون خیلی زرنگه، خیلی اطلاعات داره، خیلی کارا میتونه بکنه. و گفتم بسیار خوب، حالا من بهتون میگم من فعلا الان آمادگیشو ندارم که این من و اصرار بر این که بیان فرانسه و ما خودمون میاریمشون ایشون تا پاریس. من زیر بار نرفتم، قبول نکردم. حالا خیلی مسائل دیگه هم هست، متأسفانه نمیتونم همه اینا رو بگم چون یه دیگه هم اصلا توی ایران جونشون در خطره اگر مشخص بشن اینها. و یه چند روز بعدش ایشون گفت من باید دارم میرم ایران. گفتم ای تو که این اتفاق برای افتاده بود و مشکل داری، اگه برگردی چی میشه؟ تو بچه‌ها قرار بود. آها، با کسانی هم در آنکارا من تماس گرفتم، هم برای اون جلسه تو ایران گفتن جلسه هست، با چند تا دوستانی تماس گرفتم که آقا یک هم جلسه‌ای هست، باید چند نفر بیان مراقب باشن، هم از بیرون هم عکس‌ها رو به اونام دادم. گفتم من فکر می‌کنم یه مسئله ترور باشه، که اون دوستانم موافقت کردن که این کارو انجام میدم، که خب اون جلسه برگزار نشد. بعد به اونا گفتم ایشون دو تا بچه داره ایران، بچه رو از اونجا باید خارج کنید چون ایشون اینطوری که میگه جونشون در خطر. و ولی بعد که گفتم بله بچه ها رو نمیذارن بیان، من باید برم خودم بچه ها رو بیارم. گفتم بسیار خوب. ایشون رفتن ایران، حالا بعد گفتن رفتم استانبول رو اونجا یک دو روز موندم و بعد رفتم ترکیه رو رفتم تبریز رو، بعد از تبریز رفتم شهرستان رو، از اونجا تماس گرفتم. من اینکه برگشتن به اون آقایی که باز بلیز بنفش تنشون هست که آقای شهاب امیر سردار قاسم حیدرزاده، فکر کنم نشون دادید اون عکس رو. بله اون لباس بنفش تنش هست. به ایشون گفتم که آقا این خانم برگشت ایران، شما مراقب باشین ببینین که چی از جریان. من مشکوک هستم، ایشون هیچی نگفتن ولی رفتاراشون و کاراشون اینجا بسیار بسیار مشکوک بود. ایشون گفتن باشه ما دنبال میکنیم بهتون اطلاع میدیم. بعد از تقریبا یک هفته به من خبر دادن که این خانمو بردن بیمارستان. روی تختایی که فرستادم الان اونو نشون بدید که روی برانکار و تخت بیمارستان ایشونو منتقلشون کردن به بیمارستان. یک عکسی هم هست از بیمارستان، یک سری 20 نفر توی حیات وایستادن، اونجا بیمارستانیه که ایشونو بردن اونجا بستری کردن. بله اجازه بدین من از اینجا که عکس بیمارستان شروع میشه، دو تا بیمارستان هست، اون پایینی ها نه، اون بیمارستانی که درست بعد از همین عکسایی که روی تخت هست، یک بیمارستان تو محوطه هست، یه سری وایستادن. بله بیمارستانی که بله الان داریم اونو نشون میدیم.
بعد زیرش هم یه چیزی مثل نقاشی هست. بله اون نقاشی مال بعده. بعد اون تو این بیمارستان ایشون رو بردن اونجا و اونم وضعیت ایشون بوده، بستریش کردن تو بیمارستان و ایشون به من گفتش که ایشون رو مثل ترور کردن. گفتم چرا؟ گفت مثل اینکه ایشون برای یک ماموریت آمده بوده خارج و چون ماموریت رو انجام نداده این بلا رو پیش آوردن. گفتم خب خیلی جالبه، شما لطفا اطلاعات دقیق برای من بدید. ایشون رو برده بودنشون دادگاه، حالا من نمیدونم قبل از اینکه این عمل ترور انجام بشه یا بعدش، و قاضی هم اسمش آقای عامری بوده. آقای عامری به ایشون میگه که چرا این کار رو نکردی، چرا این تروریست و ضد انقلاب رو نکشتی. اونم گفته این که شما اینطوری میگی، نه این حرفای من نمیدونم درست پس واقعا یا نه، بچه دایی که از ایران به من گزارش دادن که ایشون از تروریست نیست اونطوری که من دیدم و یک آره مبارزیه و مخالف، نه کار ترور کرده نه کار ایران هم که بوده کار تروریستی و آدم کشی اینها نکرده، ولی مخالف هست و انسان خوبی هست. و حالا دادگاه هم ایشون رو دوباره خواستنش. اون دفعه اول میاد دادگاه خونه اینو برای من، بعد به این آقای سعاد همین سردار گفتم ببین چطوری بوده. گفت اون یکی آقایی که لباس آبی تنش هست، همین سردار ایرج رحیمزاده، همون آقای سفری، ایشون میره دم خونه همین خانوم شایسته با یک آقا و خانوم دیگه. اون خانومی که جلو بوده و یه دسته گل دستش بوده با اون آقا در میزنن و یه خانم شایسته در رو باز میکنه. اون خانم میره تو، دسته گل رو نشون میده، آقا هم سریع میره تو، میپره روی همه خانم شایسته، میپره میگیره توست و جلوی دهنشو میگیره. اون خانم از تو کیفش یه قطره‌ای در میاره و میریزه رو اون گل، گل رو میگیرن جلوی بینی خانم شایسته. این تقریبا بیحال میشه، میبرنش تو اتاق تو همه خونه شون و میندازن زمین. یک سری قرص و قرصایی که مثلا بگن خودکشی کرده میریزن اونجا و میان بیرون، جعبه قرص خالی و شیشه قرص و یه صحنه اینطوری درست میکنن میان بیرون. بعد خانواده میبینن خبری از توی کما بوده و هیچ امیدی هم نبوده، گفتن احتمالش خیلی خیلی ضعیفه که ایشون زنده بمونه و معلومه چی. خب قرصا رو که میارن آزمایش میکنن میگن نه کار قرصا نیست. بعد گل رو اونجا پیدا میکنن، گل رو میارن میدن آزمایش، میگن یک سم بسیار خطرناکی تو این گل بوده که این مربوط به اون سمه و اون سم هم نیروهای امنیتی دارن، سرویس‌های اطلاعاتی کشورها دارن و در افریقا هم تجربه میشه و احتیاج به یک پادزه داره که بسیار هم گرون هست و یا از همون آفریقا باید بود یا از امریکا. که بعد خانواده تقلا میکنن که این چیزی رو پیدا بکنن، پادزه رو. یک بار هم توی دو بار توی بیمارستان میرن توی ظرفی که به ایشون سرم وصل بوده یک موادی تزریق میکنن که یکی از بستگان وقتی میگه میبینه میبینه کبر رنگش، میگن قرص برنج بوده که اینو بکشنش. یه بارم دستگاهی که رو صورتش بوده از رو صورتش بر میدارن و بیمارستان بودن. آقای شهاب با من تماس گرفتن درست اوائل شلوغی های همین دیماه و یکی از دوستان همون آقای سفری به من اطلاع دادن که آقای شهاب رو ترورش کردن. این امیر سردار قاسم حیدرزاده، ایشون رو ترور میکنم. حالا آیا در ارتباط با همین قضیه بوده، آیا فهمیدم که با من در تماس است، آیا اتفاق دیگری بوده، نمیدونم. ایشون رو ترور میکنم و من دیگه اطلاعی از اون خانم پیدا نکردم که چه اتفاقی براشون افتاده، چون متاسفانه کسی رو نداشتم که تحقیق کنم. این و اما آقای سفری، همین شخص لباس آبی پوشیده، عکس دیگه هم هست که تکی روی صندلی نشسته، مثل اون صندلی که آقای جنتی روش نشسته بود با لباس سفید.
ایشون همونطور که گفتم قبلا یه سری اطلاعات رو من داده بودن که من توجهم جلب بشه و به اینها اعتماد بکنم، یک سری مسائل رو به من گفتن که خیلی جالبه بازگو کردنش. اولا گفتن من پدر این خانم هستم، پدر همین شایسته، ولی خود این خانم شایسته نمیدونست. به من گفت یه جوری شما به این بگید. گفتم آخه چرا اینطوری شده؟ گفت برات تعریف میکنم. ایشون زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بوده، ایشون از سردار از پاسدارهای سپاه قدس بوده، میفرستدش در خرم‌آباد برای ترور 10 نفر. این 10 نفر مبارزینی بودن که در خرم‌آباد فعالیت میکردن. اینها در اونجا یک خانومی بوده به اسم، حالا اسمش هم پیدا می‌کنم، خانم رشیدپور. خانم رشیدپور استاد دانشگاه بوده در خرم‌آباد، شهروند خرم‌آباد. ایشون و 9 نفر دیگه کار سیاسی میکردن، فعال سیاسی بودن و لو رفته بودن. ایشون رو میترسن برای ترور در اونجا. ایشون میره اولین کاری که میکنه همین خانم فائزه رشیدپور رو ترور میکنه. بعد آقای محمد وند رئیس آموزش و پرورش خرم‌آباد و کل دختر رو اونم ترور میکنه. نفر سوم خانمی بوده، همین عکسی که به صورت نقاشی هست، این خانم اسمشون ملیحه بوده و بسیار زیبا بوده این خانم. این آقای تروریست سپاه قدس دوست آقای رفسنجانی عاشق این خانم میشه که باید میکشتتش و با این خانم ازدواج میکنه. این خانم رو نمیکشه ولی بقیه افراد رو در اونجا میکشه، البته بدون اینکه این خانم متوجه بشن. بعد از خانم ملیحه رو نمیکشه، البته اطلاعی هم نمیده که من اینو نکشتمش، و با ایشون رو میره خواستگاریش و خواستگاری میکنه. به اونها میگه که من راننده ترینی هستم و بیشترم در اروپا هستم و از ایران خارج هستم، و چون که میرفته حالا ماموریت تهران دنبال همین کارهای آدم کشیشون رو میرفته، نمیخواسته به این دیگه، گفته من راننده ترینی هستم و میرم دید. حالا این عکس ازدواج هم مال اونه هاست؟ نه خیر، ازدواج یک کمی دیرتر، الان توضیح میدم. این برادر اون خانومه اونم الان توضیح میدم. بعد این خانوم ملیحه رو با ایشون ازدواج میکنه، از ایشون یک بچه به دنیا نمیاد، باردار میشه. این باردار همین خانوم شایسته بودن، همین خانومی که آمدن برای ترکیه رو این کارها رو کردن. بعد از یه مدتی خانوم ملیحه در اثر فعالیت هایی که میکرده دستگیر میشه و میبره زندان. در زندان آقای سفری همین رحیم‌زاده میفهمه و میره اونجا، ولی جرأت نمیکنه بگه که ایشون خانوم من هست، من با ایشون ازدواج کردم، چون هم بی‌حجاب بوده، هم خوب از کسانی بوده که فعالیت میکرده، نظامی ها حق نداشتن، مخصوصا پاسداران رده با همچین کسانی ازدواج کنن، و این خانوم در زندان شکنجه میشده و چون باردار بوده نگرشی کنن، بچه که به دنیا میاد اون خانوم زیر شکنجه کشته میشه، و این خانوم که شایسته باشه ایشونو پدر تحویل میگیره و میاره به یه خانواده میسپره در خرم‌آباد، و نمیگم که بچه منه، میگه این بچه رو میده به یه خانواده، و دورادور خودش مراقب بوده. بعد ایشون یه کار دیگه هم باز در خرم‌آباد ایشون انجام میده، همین آقای سفری یا همین امیر سردار ایرج رحیم‌زاده، و اون با کشتن چند نفر دیگه بوده که اون چند نفر هم با فعال سیاسی بودن، اینها رو به اسم جهانگیر شاهکرم، انوشیروان، سرپیب، حاج صافی،
اینها رو در اونجا ترور میکنن ایشون. کسانی که در اونجا هستن این اسما رو بشنون حتما متوجه میشن که اینا در اون سال 65 66 تا 67 بوده، همون موقعی که قتل‌های زنجیری و قتل‌های بزرگ در ایران انجام میشده و اینها در شهرستان ها و شهرهای دیگه مشغول کشتن مبارزین بودن. بعد اون عکس ازدواج اون آقا و خانم که پیش هم وایستادن، پسر وایستاده، این برادر همون خانم ملیحه هست که ایشون هم فعال بوده. درست در سالگرد این سالگرد کشته شدن خانم ملیحه و دو روز بعد از ازدواجشون این آقا رو در یک پمپ بنزینی آتیش میزنن. اسمشون هم محمد جواد شاهکرمی بوده، حتما دوستانی که در خرم‌آباد هستن میشناسن. ایشون در یک پمپ بنزین میزنن روشون و این مرد رو و آتیشش میزنن و میگن که خودش متوجه نبوده، بنزین ریخته و پندک دستش بوده، کبریت دستش بوده، آتیش گرفته. ایشون رو میکشن و این آقای همکار آقای رفسنجانی، همین سردار سپاه، همین سردار ایرج رحیم‌زاده، به خاطر جنایت‌های بیشمارش آقای رفسنجانی یک صحنه ترتیب میدن با دوستانشون و میگن این آقا کشته شده و مجلس ختمی هم براش میگیرن و این آقا ناپدید میشه. بعد از یک مدت طولانی 3-4 سال مثل اینکه فکر میکنن اینطوری که گفتم، ایشون میاد به اسم آقای مجید صفوی و دیگه امیر سردار ایرج رحیم‌زاده نبوده، آقای مجید صفوی، و میاد در تهران و ارتباطش با آقای رفسنجانی و بقیه دوستان برقرار میکنه و اتفاقا هم به من گفت در پشت شدن رفسنجانی ازش پرسیدم، گفتش که من خودم 2 روز قبل خونهشون بودم و ایشون بسیار سالم و هیچ ایرادی نداشتن، ولی یک از همین موادی که هم توی خود خانواده رفسنجانی هم اعلام کردن رادیواکتیو بود بسیار که به این زده بودن و بعد اینو میبرنش در اون استخ و میبرنش در استخ و میگن رفته تو استخ، اونجا حالش بد شده، نتونستن نجاتش بدن و این میگه دروغه، قبلا اینو رادیواکتیو رو بهش زده بودن یا حالا به لباسش شده، دقیقا نگفت به من، فقط نمیخواست خیلی هم اطلاع بده. عذر میخوام ازتون، ما با آخر وقت رسیدیم و ماجرای رادیواکتیو این یه روشی است که مثل که روسا خیلی استفاده میکنن. ضمناً گویا خانواده رفسنجانی گفتن که 2-3 روز قبل از این ماجرا ایشون اون معاینه سالیانه پزشکی رفته و دکترش بهش گفته بوده که قلب شما مثل یک جوان 20 ساله است. اینا اگه بخوایم میتونیم یه وقت دیگه در موردش صحبت کنیم. در صورت 2 دقیقه دیگه وقت داریم، شما اگر صحبتی هست که باید امروز بگید بگید، اگه نه که در برنامه‌های آینده باز با دوستان خواهیم بود. ضمناً روی فیسبوک هم خیلی‌ها با شما موافقن، خیلی‌ها مخالفن، اگه بعد لطف کنید با این دوستان پاسخ بدید ممنون میشم. خواهش می‌کنم. پس من اینو به همینجا تموم میکنم و بله، همون رادیواکتیو اون چیزی است که اینطوری که به گفتنشون آقای خامنه ای از روس‌ها گرفته بوده، چون دستور کشتنش آقای خامنه ای داده بوده و اونو از اونها گرفته و بهشون زده و بعد از بیمارستان از همون استخ بردنش بیمارستان تجریش و اونجا هم گفتن هیچ کسی حق نداره بالا سر این بیاد تا بمیره. اونجا هیچ پزشکی نیامد و همونطور که نه محافظین ایشون، نه پزشکای ایشون، نه پزشکای اون بیمارستان، هیچ کسی تا امروز سخن نگفته و از این طریق ایشون آقای خامنه ای کشتن این شخصه. اینا رو برای من توضیح داد. مقدار دیگر از این مونده که ایشون در برنامه بعد باشن همه در میان میده. بسیار ممنونم، اوقات خوبی برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، این فیلم تا 1-2 ساعت دیگه به صورت بایگانی هم روی یوتیوب با تایپ کردن جهانگیر شادانلو، چه به فارسی چه به انگلیسی، یا جهان شادانلو میتونید ببینید. اگرم مشکلی داشتید برای پیدا کردنش، یا با آقای شادانلو مستقیما تماس بگیرید از طریق فیسبوکش
یا با من اجازه بدید فیسبوک آقای شادانلو رو من به شما اینجا نشون بدم. دفعه قبل گذاشتمش و بعد جهان شادانلو، این هم فیسبوک ایشون پلیر 3. بله ببینید به اسم جهان شادانلو عکس خودشون هست و با انگلیسی هم باید تایپ کنید روی فیسبوک. حالا من بهشون پیشنهاد میکنم که با فارسی هم اضافه کنن که اینجوری راحت تر باشه برای افرادی که احتمالاً کیبورد فارسی استفاده میکنه. آقای شادانلو پس باز با هم در تماس خواهیم بود و به امید اینکه روزهای بهتر و کم خطرتری در انتظار شما باشه. ممنونم، مرسی از شما و از بینندگان عزیز، شب بخیر میگم به همه و تا دیدار آینده. بسیار ممنونم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو بودیم و بارها گفتیم صحبتایی که دوستان میکنن خودشون به اصطلاح مسئول هستند و اگر سوالی شما دارید یا نظری دارید درباره صحبتای اینها میتونید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همونجوری که امروز بهتون گفتم در اول برنامه، سعی میکنم یه نیم ساعتی اضافه تر کوپن اضافی گرفتم که با شما باشم درباره دیوانه خونه ای به نام فیسبوک و چندین موضوع. اولا چون صحبت از آقای رفسنجانی شد، دیروز پریروز یک ویدیوی آمده بود بیرون که خانم فائزه، درست میگم فائزه رفسنجانی، برای اولین بار در زندان اوین رقصید و این تیترایی رو به اصطلاح اینها پیدا میکنن مینویسن که نظرات رو جلب کنه. مثل شما دیدید مثلا بزرگ آگهی میدن تلویزیون 100 دلار، بعد شما اون زیر میخونید مینویسه اگر مثلا 6000 دلار چی خریده باشید تلویزیون 100 دلار و الا همون قیمتش 300 دلاره. وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنید، خانم فائزه رفسنجانی در یک جایی که بزرگ داشت یک نفر هست و اینها، اونجا میگه که وقتی با اینها زندانی بودم اینها با من شرط بندی کردن و من شرط رو باختم و در زندان زنان جمعه ها برنامه داشتیم و اینها شرطشون این بوده که هر کی باخت مثلا برقصه و ایشون گفته من اصلا تو عمرم نرقصیدم و بلد نیستم. اون خانومه بهش گفته ناراحت نباش، هر کاری من انجام میدم شما هم عین همین را انجام بده و اینجوری برقص. و این هم داستان خبررسانی های ایران، واقعا باید به حال خودمون گریه کنیم. خبررسانی های ایران این شده که فلان ویدیو این و اون و میریم نگاه میکنیم، بعد میبینیم که دختر هاشمی رفسنجانی مثلا شرط و باخته و رقصیدن. همینجا این خبر که میاد یه دفعه با اون خبری که اینا رو تو سلول تنها نگه میدارن نمیشه نفس بکشن فلان، بعد با اون ویدیویی که میاد نشستن تو زندان عرق میخورن به سلامتی میخورن، اصلا آدم واقعا دیوونه میشه. و همه اینها توسط فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هست. همین فیسبوک و اینستاگرام و اینها یک خبری رو الان به شما نشون میدم که دیروز گفتم برای من فرستادن و توی این نشون میده، ما که متوجه چیزش نشدیم، نشون میده که یه نفر رو گرفتن و اینم یه رسمی، همین تو آمریکا هم همینجوره، مثلا طرف دزد جنایتکاره ولی وقتی میگیرن کت خودشو میندازه رو سرش یا سرشو میندازه پایین که شناخته نشه، انگار که این آقا الان میخواد آگهی استخدام است، فردا بره یه جایی استخدام بشه و اونا ممکنه چون عکسش رو دیدن استخدامش نکنن. این خانم توضیح میده و زیرش نوشته علیرضا سلیمان پاک معروف به حمیدرضا زاکری از عوامل رژیم جمهوری اسلامی به اتهام قتل و کلاهبرداری در گرجستان دستگیر و روانه زندان شد. بعد توضیحات بیشتری اینجا داده که چند تا وبلاگ و وبسایت و اینا رو معرفی کرده، ولی برای من جالب بود که یه جای این فیلم از ویدیویی که این آقای زاکری برنامه داشت در تلویزیون مردم و گفته بود که همه این جنبش‌ها به اصطلاح ببینید اینجا وایساده، الان ببینید اینه زاکری اینه
و از هیکلش رو من خودش رو هیچ وقت ندیدم، ولی وقتی مصاحبه کردیم و اینها دیدم از هیکل و دست و انگشتری که دستشه به نظر میاد خودش هست. اتفاقا با آقای کن تیمرمن تماس گرفتم، گفتم آقا این آقای این آقای زاکری که مأمور شما بود و شما بردیش کنگره و به شما گفت که ایران اون برج دو قلوها رو برنامه گذاشته منفجر کنه و اینها، این که اصلا خیلی کارش خرابه، بچهش که توی کانادا به جرم به اصطلاح مواد مخدر اینها سالها زندان بود، بعد گویا آزاد شده ازدواج کرده، نمیدونم، امیدوارم که آدم شده باشه دیگه، خاطی نباشه، دنبال کارهای خلاف نرفته باشه. ولی این آقای حمیدرضا زاکری یه مدتی خیلی معروف شد، اولش هم با به اصطلاح عینک و سیبیل قلابی و ریش قلابی میمد. اگر اون آقای عباس حسن عباسی کیه که خودش رو به نام اوستا معرفی میکنه، توی شانزلیزه فرانسه هم یه دفتری داره، اونجا ایرانی ها میرن و میان، اون آورد معرفیش کرد، بعد تلویزیون های دیگه، همین تلویزیون ما، ولی تلویزیون ما که اومد گفت که اینایی که میگن این جنبش منبجا فایده نداره، من میخوام جنبش شادی را بندازم که دیگه دنبالش رو میدونید و شما میتونید برید نگاه کنید، بزنید توی گوگل مردم تیوی حمیدرضا زاکری ببینید. و امروز باز یه دوست دیگه برای من یه ویدیویی رو فرستاد، آهان، یکی از قسمت‌های مصاحبه من با ایشون رو هم توی این نشون میده، حالا من نمیدونم بتونم پیدا کنم یا نه، ولی با چند تا ایرانی هم مصاحبه میکنه، گویا همه این ایرانی ها از دست این عاجز بودن، رستورانی به نام رستوران نایب درست کرده بوده، ولی مأمور پلیس یا دیگران میگن که اینها اینجاست که ببینید دوستان، این برنامه ای که من اینجا هستم و این آقا اون موقع آلمان بود و همیشه هم یه آدمیه که میخواست بگه که خیلی کاراش به اصطلاح مخفیانه هست و چنین و چنان. و اینم یه برنامه دیگه که آقای زیا آتابای، اجازه بدید من براتون اینو باز کنم، زیا آتابای با دو نفر مصاحبه کرده، یکیش آقای زاکری و دیگری آقایی به نام رضا کحلیلی که من فکر میکنم این آقا رضا خلیلی که حالا اسم قلابیش هم از خود من با ایشون هم مصاحبه کردن، کسی هست که ماسک میزنه و عینک میزنه و اینها، و به اصطلاح اینم میگه من مأمور درجه یک ایران بودم و بعد اینجوری و اونجوری، میگم خب شما اگه مأمور بودی و اومدی اینا دیگه میدونن کی فرار کرده، کی اومده، کی نیومده. خود همین رضا زاکری به من میگفت که این آقا اصلا ایرانی نیست و اصلش عراقی هست. اینجا آقای زیا الحمدلله کلاگیسش بهتر از آقای ترامپه و مصاحبه میکنه اینا هر دو از طریق، بله اینجا میبینید از طریق همون فیسبوک، ولی از طریق اسکایپ با عکس و اینها، و هر دوشون هم ادعا میکنن که به اصطلاح اسرار خیلی مهمی در رابطه با ایران دارن و نمیدونم حالا آمریکا هم یا واقعا میگن اینجا ساده لو میگن نعیبتی یا خیلی ساده لوهن، یا اینها هم از این افراد لازم دارن که بگن دیدی زاکری گفت پس ما بریم بزنیم. ماجرای بریم بزنیم میدونید که الان یه هواپیمای اسرائیلی رو توی سوریه انداختن، اسرائیل میگه اینو ایران انداخته، ایران میگه ما اونجا کاری نداریم، ولی اصلا شما چرا تو سوریه هستی؟ از اون ور یک درون ایرانی رو اسرائیل انداخته و میگن این درون، یادتونه دو سال پیش ایرانیا یه کمی آدم ببخشید حالا چه طرفدار باشیم چه نباشیم خوشمون میاد از این کارهایی که ایرانیا میکنن، یه هواپیمای درون آمریکایی‌ها رو گرفتن همین تو مرز نمیدونم عراق فلان هر جا بوده افتاده و آوردن نشون دادن و اینا، همه میگفتن آقا اینا دروغ میگن، اینا قوطی گذاشتن، مقوا گذاشتن، گویا درست گفته بودن این آخوندا و این هواپیما رو کپی زدن. حالا اون هواپیمای بدون سرنشین رفته و اسرائیل میگه ما از اون لحظه ای که این بلند شده میدونیم این 200 مایل هم آمده و افتاده و فلان اینا افتاده پایین. حالا شما اینه بچسبون به سفر آقای نتانیاهو که هفته پیش رفت روسیه، بچسبون به مشکلاتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل باهاش روبرو هست و به مدت چندین هفته هر هفته مردم اسرائیل دارن میان بیرون و
میگن که بابا این مثل آلکاپونه و باید آلکاپون میدونید که کسی بوده که سالهای 1930 و اینها اینجا اصلا ترس و وحشتی ایجاد کرده بود که نگو و نپرس، ولی آخر دولت با توسل به قانون مالیاتی تونست به اصطلاح گیرش بندازه و زندانیش کنه و اینها. حالا منتظرن که آقای نتنیاهو، من بهش میگم نتنیابو، این رو هم دستگیر کنن. و همچین موقع ها هست که آقای نتنیاهو هم مثل آقای ترامپ که برای که خودش از این مهلک نجات بده دو نفر یه دفعه روز جمعه از توی وایت هاوس گندش بالا بیاد که یکی زنشو میزده، اون یکی دومی هم زنش بیاد بگه بله اینم اینجوریه و اینا، دوتاشون استعفا میدن و میرن. بعدم معلوم میشه اینها باید اون به اصطلاح سکیوریتی کلیرنس، یعنی اینا باید جز اونایی باشن که یک مراحلی رو طی کردن، 130 صفحه اپلیکیشن رو پر کرده باشن، هیچ اشکالی نداشته باشن تا بتونن به اون بالا برسن. معلوم شده که حتی داماد ترامپ اینو نداره، برای که کسافتکاریایی کردن، برای که تو این فرما از شما میپرسه هیچ وقت چارج شدی برای این به اصطلاح چارج شدن با کانویکتد فرق میکنه، چارج شدن یعنی چی بهتون بگم، هیچ وقت به اصطلاح مظنون بودی، تهمت بهت زدن، بعد اول مظنونی، تهمت میزنن، اتهام، بعد میبرن محکوم میشی. اینا رو ما وقتی انگلیسیش فارسی رو میخوایم قاطی کنیم یه دفعه میبینیم یه مجرمی رو آزاد میکنیم. در هر صورت میگن خیلی مشکله، ولی الان سوالی که اومده میگن این کاری که آقای ترامپ کرده و اون رئیس دفترش آقای جان کلی و اینها رو بدون داشتن تاپ سکیوریتی کلیرنس گذاشته جایی که چیزای تاپ سکیوریتی رو میدیدن، این یک کرایمه. حالا صبر کنیم ببینیم با این همه کرایمی که جرمه، جرم و جنها و یادتونه این چیزها رو هم دیگه داشتیم تو ایران، همون ایرانیش هم یاد نگرفتیم، باید ببینیم با این همه کرایمی که این انجام میده، با این همه جرمی که این انجام میده، بالاخره زورشون میرسه به این یا از این ماجرای سال اول که به قصر در رفت، ببینیم حالا سال دوم، سوم، چهارمش چی میشه. این هم از این ماجرا. و اما سقوط جنگنده اسرائیلی و حمله به اهدافی در سوریه، و جالب اینجام که هم ایران هم اسرائیل همدیگر رو به دروغگویی متهم میکنن و من و شما دوتا مورد میدونیم که اونا دوتا دروغ میگن. خب خودکشی در زندان، یه نفر تازگی باز خودکشی کرده و این جدید نیست توی ایران، و گویا این دفعه سر صدای برپا شده و که آقا دولت شما که مردم رو میگیری مسئول اینا هستی باید تو زندان مواظبشون باشی. من بهتون میگم وقتی که من یه چیزی رو مقایسه میکنم کاری به آخوندا ندارم، اگرم میخواین اولش یه سری فوش بدیم به آخوندا که شما راضی باشین، گور پدر آخوندا، آخوندا رو باید بگیریم دست پاشون رو قطع کنیم، اوکی حالا میشه مثل یک آدم مقایسه کنیم. اینجا وقتی شما رو بازداشت میکنن، کمربند تو، کراوات تو، بند کفش تو، اینا رو ازت میگیرن که شما اون مخصوصا روزای اول که میری زندان به اصطلاح خودکشی نکن. حالا شما تایپ کن ببین تو همین زندانای آمریکا چقدر خودکشی میکنه، یعنی طرف بالاخره یه وسیله پیدا میکنه، یه کاری میکنه که خودش رو بکشه. حالا چجوری نمیدونم، معروف ترینش این فوتبالیستی بود، فوتبالیست جوانی که پدرش رو 16 سالگی از دست داده بود، میگفتن این همیشه تو مغزش بوده، بعد که پولدار شد و اینا شد خیلی اخلاق بدی پیدا کرده بود، یه نفر مشروب میرزه روش، میخورن به هم، این میره بیرون و سه نفر رو میکشه و بعدم که میگیرنش میبینه آقا تحمل زندان نداره، خودشو میکشه و خانوادهش مغز این رو به اصطلاح هدیه کردن به این دانشگاه‌هایی که یا قسمت‌های پزشکی که مغز و اینا رو نگاه میکنه، ثابت شده این به سرش خیلی ضربه خورده بوده. در صورت میگم این که آمریکاست نمیتونه مواظب جون زندانی باشه 100%. اگرم بگن برای که میخوان جونش رو محافظت کنیم بندازیمش تو زندانی، تو زندان انفرادی که یه تخت آهنی داره و یه توالت آهنی، همه ما داد بزنیم که آقا چرا مثل باغوش رفتار کردیم، باغوش وضع بهتری داره. در صورت خیلی مشکله که آدم مخالف باشه و منصفم بتونه باشه.
این ماجرای فیسبوک و این آقای قلمی و اینها رو من اگه اجازه بدید امروز از روی نوشته های خود اینها براتون میخونم تا تنها به قاضی نرفته باشیم و راضی بر نگشته باشیم. آقای مهران احتشامزاده، ایشون منو الان یادش نمیاد ولی چند وقت پیش برای من ویدیوهای به اصطلاح تبلیغ موزیک میزنه و چیز میکنه، آقای مهران احتشامزاده، من به شما نشون میدم چون امروز صبح با ایشون یک کلکلی روی فیسبوک داشتیم و بله ببینید یه تبلیغ مجانی هم برای ایشون انجام بدیم. ایشون در آلمان هست و ایشون در کارهای هنری هستن. اینم برای آقای ممقانی که میگه چرا خواننده ها نمیان، چرا هنرمند ها نمیان، بفرمایید آقا. این یکیش آمد، یکیش آمد، آقای مهران احتشامزاده، تظاهرات اعتراضی 22 بهمن فرانکفورت 11 فوریه، یعنی دیروز. بریم با هم فرانکفورت. دوستان ببینید چند نفر هست برای آزادی اون زنگونهای دوزاره که دیران دارن برس میشن، برای زنگونهای سیاسی، برای تمام خانوادگان، برای همه ملت ایران. اگر ما این دو شعار میدیم نگید تو رو خدا یه این دو شعار رامو نمیدن آمد نمیدونیم اما دلمون با شما من رو بسیار خوب. شما فکرشو بکنید اگه خمینی و همراهانش وایساده بودن تو فرانسه و جاهای دیگه اینجوری تظاهرات میکردن. آلمان، فرانکفورت، من 2 سال پیش رفتم اونجا، همینجوری که رامیری فارسی حرف میزنن، همینجوری که رامیری عربی حرف میزنن، یعنی اینقدر تعداد زیاده. اگر این آقای مهران احتشامزاده یه برنامه بذاره توی رستوران و بگه ما امشب مجانی چلو کباب میدیم، ببینید چی میشه. ما اشتباه کردیم، یه برنامه گذاشتیم تو رنه، گفتیم امشب ورودی مجانیه، چلو کباب هم ندادیم. از ساعت 7 شب 9 برنامه شروع شد، از 7 شب مردم دور رستوران صف کشیده بودن و اینجا یه نمراتور هست، یه کانتری هست، یه شمارشی هست، وقتی میان یکی اینجوری شماره میزنه تق تق تق، طرف اومد گفت آقا 300 نفر اینجا آمدن، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم بیام. حالا من تو برنامه قول دادم، یعنی به آقای نوشته ایشون، با آقای مهران احتشامزاده گفتم عزیز من با این جمعیتی که من میبینم اونجا اگه شما میرفتید ایران اصلا آزاد میشد. خب میدونم که من مسخره دارم میکنم، جمعیتی نبوده. بعد ایشون میگه که خب ما چی کار کنیم؟ میگم آقا جون راه داره، چه کار کنیم؟ برید یک کتاب آلمانیش هم نه، یک کتاب فارسی پیدا کنید، ما چگونه حزب را بندازیم، چگونه سازمان سیاسی را بندازیم، چگونه سازمان اجتماعی را بندازیم. امروز آقای چمنارا، داداش آقای چمنارا، البته من ایشون را قبل از سهراب میشناسم، نوشته بود که آقای نمیدونم دکتر فلانی یا آقای قاسمی نمیدونم چیزی فوت شده، گفتی خب خدا رحمتش کنه. یکی دیگه نوشت که آقای دکتر مدنی سالگرد درگذشتشه، گفتیم بابا روانش شاد ولی ای کاش از اینایی هم که زنده هستن یاد کنید. آقای آریانپور هم نوشته بود سوربی باز دمتو گرم که اقلا به فکر زنده ها هستی. دوست عزیز، من اگر خواستم بیام مثل شما ارگ بزنم، پیانو بزنم، گیتار بزنم، آیا فقط به همین دلیلی که من گیتار رو خریدم کارم درست میشه؟ خب شما نگاه کنی، شما وقتی میای یه همچین عکسی رو میذاری اینجا، خود به خود به یه سری میگی شما نیاین. ببین عکس شازده رو گذاشتی اینجا، عکس شاه رو گذاشتی اونجا، پرچم سلطنتی رو گذاشتی اینجا. آقای مهران احتشامزاده، شما این کارو که میکنید به یه عده‌ای که طرفدار جمهوری ایران هستن یا جمهوری دموکراتیک هستن یا طرفدار جمهوری فدرال دموکراتیک فدرال ایران هستن، به اینا میگید این مجلس خصوصی است و این مجلس فقط برای شاه اللهی هاست و از اون ورم از شاه اللهی ها نمیتونی دعوت کنی که اونا بیان. یعنی شما میتونه سوربی بگه کارتون
از بیخ و بن غلطه و اشتباهه. امیدوارم اینقدر انسان شریفی باشید که هستید که اگر یه کسی بهتون میگه این کاری که شما انجام دادید نادرسته، غلطه، فوش بهش ندید، تهمت بهش نزنید، برید به دوستانتونم بگید. میبینم که اینجا آقای رضا زرابی آمده و چند نفر دیگه برای شما چیز گذاشتن از این بفرما. خب ماشاءالله با این جوان قدیم، خب معلومه که انقلابتون پیروز میشه، بفرما. همه جوانان قدیم احتمالاً حقوق بگیر هم آلمان هم ایران هم میرن و میان. حالا این بنده خدا هم بچه رو آوردن، از این بچه سوال کن این آقا کیه اصلا؟ نمیدونه، ولی خب خوبه بیاد تو سرما عکسم بگیره. این بود آقای مهران که من به شما گفتم که این جمعیتی که اینجا هست شما اصلا باید میرفتید ایران، ایران رو آزاد میکردید. و حالا یه ویدیو دیگه هم اینجا گذاشتن، اینم باز ما تقدیم میکنیم به خود مهران و دوستاش که زحمت کشیدن در این سرما اومدن اینجا و ماشاءالله هیچ کدومشون هنوز بلد نیستن یه ویدیوی افقی بگیرن. خیابون که عمودی نیست که شما گیرن میخوای از برج ایفل عکس بگیری، شما میخوای از خیابون عکس بگیری. خیابون افق هوریزنتال، دوربین تو بچرخون. بفرمایید دوستان با هم ببینیم. دور از تو نیست اندیشم، این شعر رو منم یه خط بیشتر بلد نیستم مثل تمام ایرانیای دیگه. بفرم. که حرف منو گوش کرد و دوربین چرخ کرد. متاسفانه وقتی شروعش اونجوری باشه برای همینقدر میبینید 20 نفر هم نیستن. حالا دوربین هر چی هم اینور اونور کن 20 نفر هم نیستن. اگه شما تو آلمان تو شهر فرانکفورت نمیتونی 20 نفر رو جمع کنی، یعنی فاتحه خونده شده، یعنی شما با این کار کمک کردی که آقای آخوند یه دونه ویدیو هم بگیره به مردم بگه اینها. آقایی که نشستی، سید دلغک چند روز اصلا خبری ازش نیست، ممقانی رو نمیدونم طبق گفته آقای مجید پلیس چی بهش گفته آقا بی برو دنبال کارت، آقای کامران قادری مونده تو سرما چه غلطی بکنه، آقای آریاست قرار شد بیاد نوشوه پیداش نیست، آقای امانیه شرط بندی کرده به دیگران اونم مثل حخا رفت و ناپدید شد. بعد آخونده چی کار میکنن به مردم؟ میگن میاین بیرون به دنیا نشون بدید یا میخواین اینجا مثل سوریه بشه. این اشکاله. آقای عبداللهی درست گفت، بابک هروی درست گفت و اونایی که میگن شما بیا شعارتو بده، اون شعارت فرق میکنه. آقا من میخوام برم بگم مرگ بر جمهوری اسلامی، روز 22 بهمن برم که این بسیجی که حقوق گرفته خانوادش هم آورده ساندیس هم خورده، من بگم مرگ بر جمهوری، بزنن سر پکالمو بشکنن. شما یه نیرو هم اگه دارید تو ایران میخوای این دست و پاش بشکنه؟ اگه نیرو زیاد داری آقای زن، آقای بیژن فرهودی، آقای بنی سعد، هر کسی، یه روزی معین کنید آقا 14 اسفند، همین آقای چمنارا که نوشته بود نوشتم، آقا شما نوشتید جبهه ملی ایران شعبه واشنگتن، این شعبه واشنگتن چند تا آدم زنده عضو بشه؟ خب بنویسید 300 تا ممبر دارین که هر سال میان اینجا نظر میدن، رئیس انتخاب میکنن، دبیر کل انتخاب میکنن. نیست. و اگه نیست بیمایه فطیره. این جبهه ملی که ممبر نداشته باشه، عضو نداشته باشه، حالا آقای بیژن مهرم هر چی بشینه، نمیدونم شیکاگو کجا هست، میشیگان، هر چی بشینه هی بنویسه، هر چی بشینه هی ویدیو درست کنه، ملت میفهمن آقا خالیه. نیست. و اما دوباره برگردیم آمریکا. آمریکا این ماجرای به اصطلاح بودجه و اینها این بار چنان گندی زدن که توش موندن، به همه گفتن که آقا میخوایم بریم مهمونی، بیاین پارک. حالا همه میگن آقا پول از کجا بیاریم؟ برید بودجه آمریکا و ماجراش نگاه کنید، اگه خواستید بیان با هم صحبت کنید. یه دوستی
به من گفت آقا اگه میشه این دوتا عکس رو نشون بده، اینایی که هی فکر میکنن از ایران میرن بیرون آزاد. الان شیفته گل شیفته فرهانی دوستان چند سال از ایران اومده بیرون، وقتی این خانم از ایران اومد بیرون همه صحبت نمیدونم عکس بگیره با فرح خانم، عکس بگیره اینجا اونجا تئاتر فلان اینها. این چه اقدامی کرد برای دختران جوان ایران؟ این چه فعالیتی کرد برای آزادی زنان ایران؟ طرف نوشته آقا نگاه کن این تو ایران، حالا عکس خودشه دیگه، نه این گلشیفته فرانیه، این تو ایران که بود یه تیرانداز بود، اقلا میتونست از پشت بام یه تیری بندازه. حالا به چیکار کرده؟ به جای تیر و کمان در دست، ببخشید ایشون نوشته بود، نوشته بود حالا ممه در دست. نگاه کنید این عکس دومش که همتون دیدید، با هم ببینیم. حالا این شد فعالیت سیاسی. یه فیلمی با آقای بهروز وثوقی تئاتری با آقای بهروز وثوقی بازی کرد، تا فیلمی با اینا بازی کرد، باباشم اونجا تو ایران بنده خدا هی مجبور با این دعوا کنه با اون دعوا کنه. خب این چی شد آقا؟ اینم مثل سازمان مجاهدین که به این اون میگه هر کی رفت بیرون نمیدونم فلان میشه، اینم حتما آخوند نشون میده میگه ببینید اگر دختراتون رفتن این میشن، امروز تیر و کمان تو دستش تو جمهوری اسلامی، فردا که میره بیرون باید نمیدونم عکس لختی. نمیفهمی که بابا این عکس رو به عنوان اعتراض این گرفته و از بابت این عکس پولی هم نساخته، ولی this is the way they are، یعنی چیزی کاری هست که اینها انجام میدن. اینم از این. دوستان عزیز 4 دقیقه دیگه مونده. من آهان یه عکسی از آقای امیر حسن این رو من پخش کنم، این همین درگیری های فیسبوک دیگه. من که خودم راحت کردم، هر کدوم از این دوستان پیام میفرسن دیگه نوشتیم آقا به اندازه 20,000 تا دوستان خوب و بد داریم و قادر به پاسخ نیستیم، یا با ایمیل یا با تلفن. حالا تلفنم یه زنگی میزنم به یه دوستی که زنگ زده که آقا به من زنگ بزن، یه کار واجب دارم ولی من نمیدونم در برنامه زنگ بزنم، میخواد یه خبری رو بده، یه کار بیزینسه، میخواد ما رو استخدام کنه برای یه سازمان جاسوسی، یه بیزینس درستان. این آقای امیر حسن قراخانلو، قراخانلو این لوها یا کردن یا شمالی هن. یه سری هم اینا با رضا شاه مشکل داشتن، حالا ببینیم این ایشون از اون اوسانلوان مادانلوان مدانلو، خیلی لو زیاد داریم، ببینیم از کردن یا شمالی. فرد میگه که همه برون مرزی ها قدرت ایرادگیری و انتقاد و آرزوی سرنگونی را دارند که برند حکومت کنند ولی قدرت اصلاح ندارند. این جمله شما از همه اولش غلطه. جمله‌ای که با همه و هیچ کس و اینها شروع میشه قدر مطلق غلطه. یعنی این که شما بگی همه شیرازی ها آدم های خوبی هست، خب این غلطه، اینها این سوربی نمونش. بگی آقا همه اصفهانی ها خسیس هست، این غلطه. آقا دوست من تو فلوریدا اصفهانیه، خیلی هم دست و دل باز. اوکی. همه برون مرزی ها قدرت بعدم بگی همه برون مرزی ها، آقا اصلا یکی اومده برون مرز دیگه کاری با ایران نداره. بعد جمع نبندید، قدر مطلق نگی. بله ایشون میگه که فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت. استاد به او گفت که دیگر شما استاد شدی و من چیزی ندارم به تو بیاموزم. شاگرد فکری به سرش زد و رفت یک نقاشی فوق‌العاده کشید و آن را در میدان شهر قرار داد. مقداری رنگ و قلمی در کنار آن قرار داد و از رهگذران خواهش کرد که اگر هر جا ایرادی می‌بینند یک علامت ضربه در بزنند. و غروب که برگشت دید که تمامی تابلو علامت خورده است و بسیار ناراحت افسرده به استاد خود مراجعه کرد. یعنی چی تا اینجای داستان؟ از همین داستان‌های علکی و بیهودهی که هر روز میبینیم. گدایی نشسته نوشته بود به من کمک کنید، خانمی آمد اون تابلو را ورداشت، گفت ننویس به من کمک کنید، بگو که اینجوری بیشتر پول میسازی. اوکی. خلاصه افسرده به استاد خود مراجعه کرد. استاد به او گفت آیا میتوانی این همان نقاشی را برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان شهر قرار داد، ولی این بار رنگ و قلم را قرار داد و مدت
و متنی که در کنار تابلو قرار داد این بود: اگر جایی از نقشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید. غروب برگشتند، دیدند تابلو دست نخورده مانده. استاد به شاگرد گفت: همه انسان‌ها قدرت انتقاد دارند ولی قدرت اصلاح ندارند. خب اولا این استاده همون بهتر که نقاشی کنه و نظر نده. یعنی چی آقای قرخانلو؟ منظور شما چیه؟ یعنی شما هیچ وقت انتقاد نمی کنید از چیزی که میبینید بده؟ اگر رفتید یه جای خوراک شور بود، طرف این نمکدون رو که ریخته بود در نمکدون باز شده بود، همه نمک ها ریخته شده بود رو خوراک شما، شما خوراکه رو میخوری نمیری انتقاد کنی آقا این شوره، آقا این مزخرفات چیه هی مینویسیم، هی به همدیگه درس میدیم ولی خودمون درست نمیشیم. منم یکی شما، منم مثل شما هستم، منم انتقاد میکنم و ولی اگر انتقاد میکنم راهشم بلدم. اگه به آقای مهران احتشامزاده، درست میگم؟ بله، میگم آقا شما که هنرمندی، شما باید اول اگه میخوای کار سیاسی بکنی برید کسی که میخواد یه چیزی بخوره قاشق مخصوص اون چیز خوردن رو باید به خودش ببره. همه تون بدون قاشق رفتید وایستادید، خب این میشه دیگه، اونم از بالا تپ 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 با هلیکوپتر فیلم میگیره، دوربین مجانی دستش، دولت حقوق، دولت تلویزیون دولتی دستش، شبم وقت ملت هم مجانی دستش براشون پخش میکنه که امسال آمدید و انقدرم فلان، و مادر مسیح هم میگه که ما عاشق خامنه ای هستیم، آقای حجت الاسلام زمم که نونش تو اونه باید بگه، تازه از این برم ثابت میکنن آقا ببین چه مملکت خوبی داریم، خانم مسیح علی نجات از صبح تا شب داره به ما فوش میده، مادرش اینجا آزاده، آقای زم داره توطئه میکنه بر اساس و بر حکومت ما رو میخواد زمین بزنه، این آقا اینجا آزاده. بذارید من ببینم این دوستی که زنگ زده پیامش رو پخش کنم و خدا وکیلی از شما سوال کنم، کسایی که زنگ میزنن اینجوری شما هم مثل منی یکم میگی خب آقا شما از صبح که من اومدم اینجا، اولا شما ساعت 12:45 AM یعنی 1 صبح زنگ زدی، چقدر والا من ممنونم از این وایس میل و از این دستگاه که میشه خاموشش کنی دیگه، اینجا در که بستیم رفتیم خوابیدیم دیگه صداش نمیاد. بعد شما خودت میگی میدونم دیره، بعد شما خودت میگی حالا یه زنگ بزن من یه کار واجب دارم، امیدوارم ناراحت نشینا، منم زنگ میزنم خونه دوستم میگم اه خواب بودی، حالا بعد به شوخی هم بهش میگم نه دیگه خواب نیستی، چون من به عنوان یه دوست آمدم تو رو بیدار کردم. بشنم ببینیم این دوستمون چی میگه. اجازه بدین من 34 ثانیه. شب بخیر آقای صبحی، میدونم دیر وقت شما خواب تشریف دارید، من نورانی هستم، اگر ممکنه با شما تلفن 310 بله. خب شما گفتی تماس بگیرم، تو برنامه تماس بگیرم، خارج از برنامه 310 شو گفتیم، باقیشو نمیگیم. اینو بزنیم رو بلنگو. خب اگر چون شما تلفن میخواد بگه و اینها ول میکنیم یه وقت دیگه زنگ میزنیم. دوستان، جون هر کسی که دوست دارید، اگه زنگ میزنید یکی نیست قطع میکنید، این کار نکنید. اگه پیامگیرش روشن شد بگید زنگ زدم احوال تو پرسم، نبودی یه وقت دیگه با هم صحبت میکن. یا اگه کاری دارید سوربی زنگ زدم من یه ویدیویی دارم
عکس گرفتم از بابا و عموم، خدا بیامرزه بابام فوت شد، حالا اینا عکس ها سرته هستن، میخوام درستش کنم، میخوام ببینم شما درست میکنی. من میگم راهش اینه، خودت تو کامپیوتر خودت مجانی درستش کن. بابا کی ما میخوام یه پیامگیر ساده رو یاد بگیریم؟ اون وقت میخوام بریم آخوند از منبر 40 ساله 39 سالش بیاریم پایین. طرف همین آقای قلمی نوشته بود که کمک کنید به تلویزیون مردم. گفتم آقا نمیخواد به من کمک کنید، به دوستاتون کمک کنید اینها، و شما نمیخواد به دیگران بگی، از خودت شروع کن. البته بنده خدا گفت که چیز بانکی رو بفرست من کمک میکنم. گفتم نه آقا، همونجا به یک کسی که احتیاج داره کمک کن و باید از خودمون شروع کن، مخصوصا اگر کسایی هستیم که دین نو مسیحی باهایی چیزی داریم، دیگران هی نگاهمون میکنن. یعنی این علی ترابی ضرری که میزنه به مسیحیت، به کلیسا، به خانوادهش، اصلا خیلی ضررش بیشتر از آیسیسیه که سر اینا رو میباره. چون آیسیسی که سر اینا رو میباره اینا رو مظلوم نشون میده، طرفدار پیدا میکنه، ولی این احمق با این کارش مردم رو فراری میده. دوستان عزیز، چیز دیگه‌ای، بله، تظاهرات عظیم مخالفین، مهرام اعتشامزاده، حمیدرضا زاکری و ویدیوی آقای دکتر شهرام ایران بومی. ببینم من دارم اینجا بهتون نشون بدم، این آقای دکتر شهرام ایران بومی. بله، این خانم نیر هم نوشته بود که آقای سوربی تمام دموکرات ها با ما بدن فلان. میگم خانم شما نگاه کن، اینا از همون دوره نیکسون، از همون دوره جورج بوش، اینا اصلا شما متوجه نیستی، اینا با خودشون هم بدن، با شما و شاه و آخوند و اینا کاری نداره، اینا با خودشون هم بدن. و این سیاست بد آمریکا، آمریکا رو الان به قهقرا برده. بعد از 250 سال به فردای خودشون هم دیگه اطمینان ندارن. بذارید ببینم این ویدیو، آها، یه ویدیویه که نشون میده مهمونی ایرانی ها به اصطلاح در مقایسه با مهمونی دادن آلمانی ها که آلمانیه. بذارید یه چند دقیقهش بهتون نشون بدم، حالا که ما 3 دقیقهش نشون میدم. بله، نشون میده که آلمانیه یه سیب، چند تا سیب زمینی و چند تا سوسیس، ورس به قول خودشون، بعد مینه دوچس اسن، خوراک اینا، حالا خوراک ایرانی ماشاءالله میز پر شد، بعدم براشون چلو خورش، چلو قرمه سبزی درست میکنه، قرمه سبزی، و بعدم میره نون و کباب و اینا میگیره میاره، بعدم هی تعارف، هی اصرار. اونا قشنگ یه بشقابی گذاشته، یه دونه سیب زمینی و اینا داخلش میذاره جلو اینا، ولی اینا ببین حتی این نخود فرنگی ها رو آلمانیه میشماره که مثلا برای هر یکی 40 نفر. بعدم ببین این بشقابشه، یه دونه سوسیس، یه دونه سیب زمینی، چند تام نخود فرنگی. ولی حالا به ایرانی که میرسه تمام میز رو پر کردن، بعدم هی براشون باز میاره، هی هم میگه بخورین، اون میگه آقا ما نمیتونیم، اگه خواستیم. بعد ببینید از بیرون هم خریده، یه سری خانمش آشپزی کرده، یه سری هم از بیرون خریده اومده. امیدوارم یه روزی هم ما یاد بگیریم به اندازه کافی و از اسراف، به اندازه کافی خوراک بخوریم، به اندازه کافی از مهمونامون پذیرایی کنیم، از اسراف هم جلوگیری کنیم، این اسراف رو به دیگران که احتیاج دارن منتقل کنیم. دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که با ما بودید و این برنامه ها رو به دوستانتون هم معرفی کنید. شما هم اگه خواستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بذارید اینو بهتون نشون بدم، همیشه گفتم باز هم میگم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک تماس از شما، باقی کارا از ما. اون دوستی که منو برد دم کلو، آهان، ایشون بس که داره زنگ میزنه. الو، آره من زنگ زدم، بعدا ایشون زنگ زده. خب اب نداره دیگه، یه وقت دیگه. خلاصه ما رو برد کل مشیر و سینما دم کلی و اینها. ایشون قرار شد مثلا یه دستگاهی رو ما براش نصب کنیم، همین انکودر. ما تا 32 رو واس کردیم، می‌خواستم بهش بگم 64 هم هست. گفت فا من می‌خواستم بپرسم کامپیوترم 64. گفتم شما که گفتی از کامپیوتر چیزی نمی‌دونی، فقط آدمای خوب هستن که هر چی هم می‌دونن، می‌دونن که هنوز همه رو نمی‌دونن و کم می‌دونن، و فقط آدمای نادان و بد هستن که وقتی یک کمی می‌دونن فکر می‌کنن همه چی رو می‌دونن. سعی کنید برید به طرف اون که گفت تا به دانجا رسید دانش من،
که بدانم همین نادانم. روز روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه است، چهارشنبه دو بعد از ظهر وقت نیویورک با شما خواهیم بود و ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه دوستمون برنامه عقل بشر رو از خلیج فارس برای من شما ارسال میکنه. دنبال یه برنامه هستم که دو روز من باشم و تو باشی، بشینیم و تمام این چیزایی که تو این پرونده گذاشتم و توی کامپیوتر هست اینا رو به اصطلاح با هم پاک کنیم، تموم کنیم بره. روز روزگارتون خوش، با امید دیدار، با امید روزهای شاد و خبرهای بهتر. مرسی.